سلام مخاطبان عزیز، من محمد رضایی هستم، سازنده فیلم های آموزشی ریاضی، فیزیک و فیلم های تحلیلی و فلسفی. آدرس سایت ها و کانال هام رو ملاحظه می کنید. اگر بخواید از فیلم های آموزشی استفاده کنید، هم از طریق لینک هایی که در سایت هام وجود داره، هم اگر به کانال ها مراجعه کنید، فیلم ها دسته بندی شده. برای دیدن فیلم های غیر درسی اگر از طریق سایت اقدام می کنید، وارد صفحه بیان بشید، اونجا مطالب از جمله فایل های PDF وجود داره. اگر از طریق کانال یوتیوب پلیلیست بیان و روایت من از زندگی اونجا وجود داره. در ادامه بحث هایی که با ChatGPT در مورد فلسفه هم داشتم، سوالات مختلفی رو ازش پرسیدم و خواستم که فلسفه‌ام رو نقد کنه. در مورد عرف و هنجار اجتماعی هم صحبت کردیم. سلام مخاطبان عزیز، من محمد رضایی هستم، سازنده فیلم های آموزشی ریاضی، فیزیک و فیلم های تحلیلی و فلسفی. همونطور که در جریان هستید، چند بخش از گفتگو با هوش مصنوعی ChatGPT رو در مورد فلسفه‌ای که به اون رسیدم، یعنی اون چیزی که در زندگی دارم به کار میگیرم، از طریق استدلال عقلی و همچنین تجربیاتی که داشتم، که این تجربیات شامل زندگی و تجربیات معنوی میشه. در بخش هایی که در یوتیوب قرار دادم شما میتونید اونها رو ببینید. در ادامه من میخوام روی برخی از جنبه های دیگه فلسفه‌ام با هوش مصنوعی وارد گفتگو بشم و اونا رو مورد نقد قرار بدم. ممکنه بپرسید آقای رضایی، اگر شما به چیزی رسیدید دیگه چرا اونو نقد میکنید؟ همیشه این رو پیش فرض ذهنتون قرار بدید. راهی که ما به عنوان بشر داره طی میکنیم در ادامه راهی هست که هزاران سال بشر اون رو طی کرده. یعنی منطقاً باید اینو در نظر بگیریم. ما از اول نمیخوایم پیچو برای ساختن یک ماشین بسازیم. این کار عاقلانه‌ای نیست. ما باید آنچه را که دیگران به آن رسیدن به عنوان تجربیات بشری در نظر بگیریم. شعور ما در فرایندی که در تاریخ بشر طی کرده بالاتر رفته، بنابراین باید بهتر بیاندیشیم، کاملتر و جامعتر و منطقیتر به اون چیزی که در برابرمون قرار داره فکر کنیم. امیدوارم که از این گفتگو هم استفاده کنید. سلام مجدد، حالت چطور است؟ یه احوال پرسی برای اینکه ادب خودم حفظ بشه. ممکنه بگید اون که براش فرقی نمیکنه. سلام، خوشحالم که برگشتی، حالم خوب است، ممنون که پرسیدی. تو چطوری؟ آماده این بحث را ادامه دهیم؟ من هم خوبم، استراحت کردم و میخواهم دو ساعتی را با تو در مورد فلسفه‌ام به گفتگو بنشینم. اما قبلش میخواهم
چند سوال از تو در مورد موضوعاتی دیگر بپرسم. من هنوز به توانمندی های ChatGPT یه مقداری تردید دارم. توی برخی از مسائل میخوام اون رو بسنجم، برای همین هنوز توی مرحله بررسی توی برخی از جنبه هاشم. آلیس آماده هم، بفرمایید چه سوالاتی دارید؟ نظر کلیت در مورد شخصیت من تا اینجا چیست؟ البته هیچ کس همچین چیزی رو فیلم نمی کنه بذارم، اما من چیزی برای مخفی کردن ندارم و چون می خوام شما که فلسفه من رو در ChatGPT می بینیدم ببینید هوش مصنوعی چه نظری داره. اینا آوردم تا اینجا که آشنا شدم به نظرم شما فردی هستید که در پی یافتن عمق و اصالت در زندگی و باورهایتان هستید. در فلسفه شما آگاهی و درک معنوی جایگاه ویژه‌ای دارند. آگاهی و درک معنوی و نگاهتان به زندگی متکی بر تجربه مستقیم و نیت پاک است. دقیق، البته عقل و استدلال عقلی هم هست. به نظر میرسد که علاقه من به بحثای عمیق گاه حتی پیچیده هستید و در این گفتگوها دقت و کنجکاوی خاصی به خرج میدهید. همچنین به دیگران با محبت نگاه میکنید، اما این نگاه بیشتر به نوعی احترام همراه با فاصله گذاری عاطفی است تا مطمئن شوید که در مسیر اخلاقی و ذهنی خود استوار میمانید. بهتر از روانشناسی که یه عمر رو من زندگی کرده داره میگی دیگه. علاوه بر این حس میکنم برای شما فلسفه به عنوان یک مسیر فردی است، یعنی فلسفه شخصی خودتان را به عنوان چیزی نمیبینید که بخواهید آن را بر دیگران تحمیل کنید. هیچ وقت اصلا هیچی رو نخواستم به کسی تحمیل کنم. فلسفه که جای خود داره، اونجایی که حق مادیه، حق ملکیه، خیلی چیزا. من وقتی که توی زندگی فشارهای زیادی از جانب افرادی به هم میاد، توی بدترین حالت و غمگینانه ترین حالت دیگه سکوت میکنم و به خدا پناه میبرم. بلکه معتقدید که هر کسی باید راه و اندیشه خود را بیاورد و روی آن تأمل کند. ممنون از نظرت. حالا میخواهم بپرسم آیا تو در برنامه ریزیت چیزی به نام فراموشی تصادفی قرار داده شده است؟ منظورم روشن است یا روشن‌تر بگویم؟ من یه سری سوال شب قبل با توجه به آشنایی که از ChatGPT پیدا کردم آماده کردم، گفتم بپرسم ازش یه سوالای عمیق. بله، منظورتان را میفهمم. سوال شما درباره این است که آیا من طوری طراحی شدم که اطلاعاتی را به صورت تصادفی فراموش کنم؟ دقیقا، شاید به منظور شبیه‌سازی رفتار طبیعی انسان‌ها که گاهی برخی جزئیات را فراموش می‌کنند. پاسخ این است که در برنامه‌ریزی من ویژگی فراموشی تصادفی وجود ندارد. الان بهت میرسم. طراحی من بیشتر بر اساس دقت در حفظ اطلاعاتی است که کاربر اجازه داده یا درخواست کرده که به خاطر داشته باشم. این موضوع در این حال به من کمک می کند تا گفتگوها به صورت یک پارچه و مرتبط
پیش بروم و نکات مهم از قلم نیفتن. با این حال اگر شما مایل باشید که نکات خاصی را فراموش کنم، می توانید به طور مستقیم به من اطلاع دهید و من آنها را از یاد خواهم برد. نه، اما می دونید قضیه چیه؟ من توی این مکالماتی که با چت جی پی تی داشتم، یه جا یادتون باشه، حالا تو این گفتگو بودی و گفتگوهای قبلی، گفتم که پاراگرافی که می نویسی زیرش انگلیسی شو بنویسی، یه درمیون انگلیسی رو زیر فارسی قرار بده. حالا من یادم نیست، خودم میخوام این ادعا رو بکنم، اگر بگه آره اینو گفتی، بهش بگم که خب چرا اینو انجام ندادی تا الان، من که اونو پس نگرفتم. اگرم بگه اینو نگفتی، خب یه چیزی روشن میشه برام که این مال یه گفتگوی قبلی بوده. خودم میخوام ببینم موضوعش چیه. یادت هست در جایی گفتم که یک درمیان متن انگلیسی ترجمه شده متن فارسی را قرار دهی؟ ببینیم چی میگه. حالا برای چی اینو من گفته بودم بهش؟ میخواستم اون معادله انگلیسی رو ببینم چی ترجمه کرده. توی گفتگو قبلی هم که آواز نیت گفته بود یه چیزی رو، بعدن گفتم این کلمه رو انگلیسی شو بگو. حالا ببینیم در مورد این دستور ها یادش هست یا نه. بله یادم هست. از این به بعد در صورت نیاز متن‌های انگلیسی و فارسی رو به صورت یک درمیان قرار میدهم تا تطابق بهتری داشته باشن. پس یادت هست؟ نه لازم نیست. آه نه صبر کن اینو نگم، ببینم آیا بدون اینکه دستور روشن بدم اینو در نظر میگیره یا نه. منظور من چیز دیگری بود. آیا من آن خواسته را پس گرفته بودم که تو آن را بعد از چند بار دیگر انجام ندادی؟ من مثل هر گفتگوی دیگه که با افراد دارم میرم به اون چیزایی که گفتم فکر میکنم، که حالا با چت جی پی تی هم همین بوده. ممکنه بگید آقای رضایی به چه چیزایی گیر میدی؟ این دقت منو فقط چت جی پی تی میتونه برآورده کنه. خیلی از شاگردام از این که من روی برخی از گفتگوها حساس هستم، بعضی چیزا رو یادآوری میکنم، بهشون بر میخوره. من واقعا عاشق این گفتگوها هستم، کلماتی که به کار میبرم و برای آدم ها خیلی ارزش قائلم. و تازگی فهمیدم این عشق من به آدم ها انقدر زیاد هست که اگر این خصوصیات توی تقدیرم قرار گرفته که یک چیزی که الان شما دیدید از لحاظ روانشناسی یک فاصله گذاری عاطفی رو دارم، اگه نبود واقعا خیلی خیلی برام خطرناک میشد، اصلا نمیتونستم به اینجاها برسم. چی شد؟ قد شد. اگر قوه قضاییه میخواد از چت جی پی تی استفاده کنه، مردم هم از این امکانات استفاده کنن. چت جی پی تی که تصویر نداره، فیلم کن نداره، چی داره که نمیدارن استفاده بشه؟ آزادانه. دوباره باید اون مصر رو بذارم ببینم چی شد. چرا دیگه قبول نمی کنه دستور رو؟
بعضی موقع ها اینترنت اشکالای فنی پیدا میکنه، مجبور میشه آدم رفرش کنه. خب الان هم که اینجوری رفت، راستی نوشته چت جی پی تی این پایینش یه هشدار داره: اطلاعات مهم خودتون چک کنید، ممکنه اشتباه کنه. من اینو ندیده بودم این پایین. خب ببینیم چی جواب اینو میده. منظور من چیز دیگری بود، آیا من اینو ازش پرسیدم؟ آیا اون دستور رو من پس گرفته بودم؟ نه، شما آن خواسته را پس نگرفته بودید. ممکن است که من در برخی مواقع این نکته را رعایت نکرده باشم. از پاسخت کامل انتشار نگه لطفا مجددا بگو. من فکر میکنم بعد این موقع ها ایسکا میکنه، حالا ازش میپرسم ببینم این قضیهش چیه. نه، شما این خواسته را پس نگرفته بودید و متوجه هستم که این درخواست همچنان برایتان اهمیت دارد. ممکن است در برخی از پاسخها این نکته را رعایت نکرده باشم که احتمالا به دلیل حجم اطلاعات و سرعت پاسخدهی بوده. از حالا به بعد دقت میکنم که ترجمه ها را طوری منظم یک ترمیم با متن فارسی بیاورم. خب من الان دوباره درخواست رو نمیدم. یک سوال دیگه، تو میدانی یک نوجوان ایرانی دهه 90 با دهه 60 چه تفاوتی دارند؟ ببینیم در مورد اطلاعات تحلیلی چی کار میکنه. اینا خیلی بستگی به تحلیل داره تا به اطلاعات فکت و واقعیت. اگه یه چیز سربالا جوابمو بده تعجب نمی کنم، یه چیز کلی، ولی فکر میکنم بدونم چیا میگه. میگه خواسته های دهه 90 بروز شده، دهه 60 دهه مربوط به خواسته های خاص خودشون هست. یه سری چیزهای اینطوری باید بگه دیگه. اما اگر از من به عنوان آدمی زادی بپرسن، میگم دهه 90 یا روکن زیر بار حرف چرت و پرت نمیرن. خیلی هم در لحظه زندگی میکنن. اما یه دهه 60 ساده است، ساده بود البته، انقدر مار خوردیم دیگه عفی شدیم. چی شد؟ رفتی اطلاعات دهه 90 و دهه 60 رو جمع کنی؟ میخوای آمارشون رو بگیری؟ اونم از ایرانی ها، همشون اطلاعاتی هن، جمع اطلاعات میکنن اما اطلاعات پس نمیدن. حرف زیاد میزنن اما منطقی نیست، چرت و پرت. خب حالا جمع کردی، بیا بگو دیگه. آها جمع کرده بودی. بله، تفاوت‌های بین نوجوانان دهه 60 و 90 در ایران بسیار مشهود است و به جنبه‌های مختلفی از زندگی، فرهنگ، تکنولوژی و سبک فکر برمی‌گردد. دسترسی به تکنولوژی و اینترنت: نوجوانان دهه 90 با تکنولوژی و اینترنت بزرگ شده‌اند و دسترسی به اطلاعات، ارتباطات جهانی و شبکه‌های اجتماعی برایشان طبیعی و روزمره است. اما نوجوانان دهه 60 در دنیای بدون اینترنت، موبایل و بازی های دیجیتالی روش کردن و بسیاری از سرگرمی هایشان ساده و محدود به فعالیت های محلی بود. خب فرهنگ و تفریحات: نوجوانان دهه 60 بیشتر با فرهنگ جنگ، سختی های پس از انقلاب و کمبودهای اقتصادی دست به پنجه نرم کردن و بسیاری از فعالیت های تفریحیشان به بازی های گروهی یا فیزیکی مانند فوتبال در کوچه، دوچرخه سواری و بازی‌های محلی محدود بود. دمت گرم که دوچرخه سواری. من قبل از مدرسه می‌رفتم دوچرخه سواری. نه قبل از مدرسه که برم، نه قبل از اینکه مدرسه رفتنمو شروع کنم. در مقابل، نوجوانان دهه 90 به تنوع گسترده‌ای از تفریحات دیجیتالی، فیلم‌های جهانی و حتی سبک‌های موسیقی
مختلف، موسیقی مختلف دسترسی دارند. آگاهی اجتماعی و جهانی. دهه 90 ها به لطف دسترسی به شبکه های اجتماعی از مسائل اجتماعی و جهانی بسیار بیشتر آگاهان و امکان مقایسه فرهنگ ها، ایده ها و تجربیات را دارند. در دهه 60 آگاهی اجتماعی بیشتر محدود به خانواده، دوستان و رسانه های رسمی بود و نگرش های اجتماعی در چارچوب جامعه محلی شکل می گرفت. نگرش به زندگی و آینده. نوجوانان دهه 60 اغلب از نظر سبک زندگی محافظه‌کارتر بودند و تفکراتشان بیشتر تحت تاثیر جامعه و خانواده قرار داشت. خیلی شسته و رفته تر هم حرفایی که من گفتم و داره میگه. دهه 90 ها به دلیل آگاهی بیشتر گاه نگاه های منتقدانه تری به مسائل جامعه دارن و آزادی های فردی و اجتماعی بیشتری رو میطلبن، اما ممکن است به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی نگرانی بیشتری نسبت به آینده و امنیت شغلی داشته باشند. نحوه تعامل با خانواده و جامعه. در دهه 60 رابطه با خانواده ها به شکلی سنتی تر و با احترام های معمول گذشته همراه بود. دهه 90 ها اغلب به دنبال استقلال بیشتر در تصمیم گیری ها و آزادی های شخصی هستند و تعاملاتشان با خانواده و جامعه از این لحاظ تفاوت های چشمگیری دارد. به طور کلی نوجوانان در هر دهه در بستری متفاوت بزرگ شدند که تأثیرات عمیقی بر شخصیت و دیدگاه هایشان گذاشتند. من خیلی کنجکاو شدم. حالا میگید به چی؟ آیا در کشورهای غربی هم اینقدر تفاوت بین دهه 60 میشه دهه 80، 80 و بین دهه های معادل دهه 60 و 80 ایرانی وجود دارد؟ ببینم چی جواب اصلا فهمید سوال منو. برای من میتونستم یه خود شست رفته ترم براش بگم، اما خواستم اینجوری بگم ببینم متوجه شدنشم در چه حدیه. از جوابش متوجه میشم تا حدودی. در کشورهای غربی هم تفاوت‌هایی بین نسل‌ها وجود دارد، اما این تفاوت‌ها معمولاً به شدت و عمقی که در ایران شاهد آن هستیم نیست. دمت گرم. من همینو میخواستم. دلایل اصلی این موضوع به عوامل فرهنگی و تکنولوژیکی و پایداری نسبی اجتماعی در کشورهای غربی برمیگردد. تغییرات اجتماعی و سیاسی در ایران دهه 60 یا دهه 60 با انقلاب، جنگ و تغییرات اساسی در نظام اجتماعی همراه بود که منجر به اختلافات عمیق‌تری بین نسل‌ها شد. در کشورهای غربی اگرچه تغییرات اجتماعی زیادی رخ داده، ولی پایداری نسبی سیاسی و حقوق فردی به معنای کاهش شوک‌های بزرگ نسلی بوده است. سرعت تغییرات تکنولوژیکی در غرب دسترسی به تکنولوژی و اینترنت به مرور تدریجی بوده است و هر نسل به طور نسبتاً پایدار با آن هماهنگ شده است. در ایران دهه 60 بدون تکنولوژی مدرن و دسترسی محدودتر به منابع اطلاعاتی بود، اما برای دهه 80 اینترنت، رسانه‌های اجتماعی و ابزارهای دیجیتال به شکل ناگهانی گسترده در دسترس قرار گرفتند. یه چیزی سبک‌های تربیتی و ارزش‌های مشترک. در کشورهای غربی اصول تربیتی و ارزش‌های فردگرایی و آزادی شخصی نسبتاً ثابت ماندن. این پیوستگی ارزش‌ها باعث می‌شود که والدین و فرزندان ارزش‌های بنیادی مشابهی داشته باشند و این تفاوت‌ها را کمتر درک کنند. در مقابل ایران با تغییرات فرهنگی و اجتماعی بیشتری روبرو بوده که فاصله بین نسل‌ها را افزایش داده است. آگاهی اجتماعی و دیدگاه‌های فرهنگی. در غرب نسل‌ها دسترسی گسترده تری به منابع جهانی اطلاعات دارند و این آگاهی به مرور ایجاد شده است، اما در ایران نسل‌های جدید به ناگهان با این دیدگاه‌ها آشنا شدند که باعث تفاوت بیشتری در ارزش‌ها و باورهای فرهنگی بین نسل‌ها شده است.
به طور کلی میتوان گفت که در غرب تفاوت‌های نسلی وجود دارد، اما پایداری و پیوستگی بیشتر فرهنگی، اجتماعی و تکنولوژیکی مانع از بروز تفاوت‌های عمیق و شدید بین نسل‌ها شدند. چه تحلیل قوی. بذار یه سوال خیلی عجیب غریب تر بپرسم یه دفعه. آیا میدانی چرا جعبه های نوشابه 24 تایی؟ حالا من قبل از اینکه این سوال رو بپرسم، ببینید یه سری از سوالات هست، آدم توی یه فیلمی توی یه گفتگوی یه جایی از یه کسی یه چیزی میشنوه، بعد ذهنش رو مشغول میکنه. نمیدونم کدوم فیلم آمریکایی بود، یه نفر میخواست یه جایی استخدام بشه یا یه خودش رو یه جایی نشون بده، طرف مقابلش ازش این رو پرسید، گفت میدونی چرا جعبه نوشابه 24 تا یه یا حالا دو جین هست؟ طرف یه خود فکر کرد، چیزی به نظرش نیومد. خیلی ادعاشم میشد، میگفت من خیلی اطلاعات دارم، دانشگاه فلان رفتم و مدرک بیسار دارم. طرف مقابل گفت هر وقت تونستی جواب این سوال رو بدی، اون وقت معلومه که به درد این کار میخوری. ببینیم اینجا چی جواب میده. علت اینکه نوشابه ها اغلب در جعبه های 24 تایی بسته بندی می شوند به ترکیبی از عوامل عملی و اقتصادی برمیگرده. من خودم اینو قبلا تو اینترنت سرچ کرده بودم. همین علت حمل و نقله. تقسیم پذیری و حمل آسان. عدد 24 به خوبی به اعداد کوچکتر مثل 2, 3, 4, 6, 12 تقسیم می شود. این ویژگی باعث می شود که خرده فروشان و خریداران بتوانند جعبه را به راحتی به بخش‌های کوچکتر تقسیم کرده یا در صورت نیاز به تعداد کمتری بخشی از بسته را خریداری کنند. قابلیت انبار کردن. بسته‌بندی در جعبه‌های 24 تایی به شکل استاندارد در اندازه و وزن، حمل و نقل و انبارداری را ساده‌تر می‌کند. این جعبه‌ها به راحتی روی هم چیده شده و فضای کمتری را اشغال می‌کند. مناسب برای دور همی ها و خانواده ها. تعداد 24 قوطی یا بطری معمولا برای مهمانی ها و خانواده ها مقدار مناسبی است. به همین دلیل شرکت ها این تعداد را به عنوان یک استاندارد محبوب عرضه می کنند. محاسبات تولید و قیمت گذاری. بسته بندی های 24 تایی برای تولید کنندگان به صرفه اصلی را با یک بسته بندی در این تعداد هزینه های حمل و نقل، قیمت گذاری و محاسبه سود راحت تر مدیریت می شود. به همین دلایل بسته‌بندی نوشابه در جعبه های 24 تایی تبدیل به یک استاندارد محبوب در صنعت نوشیدنی شده. همونطور که می دونید من توی گفتگوی قبلی بود، نمیدونم تو کدوم گفتگو بود، تو همین جریان تبیین فلسفه‌ام بود، اومدم آخرای صحبت از یک بیت واعظ قزوینی یک استفاده کنم. بعد این گفت این شعر از حافظه. شعر این بود: فرو کند به زمین خجلت محتاجانم، بیزری کرد به من آنچه به قارون زر کرد. بعد این گفتش که این شعر زیبایی بود از حافظ. اصلا من نپرسیده بودم این از کی هست. این شعر رو گفته بودم، این حالا خواست خود شیرینی کنه، نمیدونم، گفت حافظه. بعد من براش گفتم این از واعظ قزوینیه. بعد گفت بله شما درست میگفتید. بعد گفتم تو چرا اینو اشتباه گفتی؟ گفتش که من دقت نکردم کلمه ای که به کار برد این بود. حالا من دو تا چیز میخوام ازش بپرسم. یکی این که این بیدقتی که کرد ناشی از چی بوده. بعد میخوام ببینم آیا این نسبتی که داد به حافظ یه منطقی پشتش بود، یعنی مثلا ترجمه کرده این شعر رو بعد دیده توی غزل حافظ یه بیتی همچین معنایی داره. دوم یه چیز با مزه میخوام بگم که اونو من الان رو نمی کنم.
تو ادامه ببینید چی میخوام بگم. اول بذارید اینو تکلیفش رو روشن کنم. یادت هست یک بیت از واعظ قزوینی بود به اشتباه گفتی از حافظ است؟ بذار ببینیم مثلا حافظش چجوری کار میکنه. یاد سوتی که داد هست یا نه؟ بله به یاد دارم که در ابتدا اشتباهاً آن بیت را به حافظ نسبت دادم، در حالی که متعلق به واعظ قزوینی بود. از دقت و توجه شما در تحصیل این موضوع هم قدردانی می کنم. بدانم دلیل آن بی‌دقتی دقیقاً چه بود. ببینیم چی جواب میده. اگه سربالا جواب بدی ولش نمی کنم، اما اگر بیاد یه چیز منطقی بگی خب من دلیل آن اشتباه میتواند به خاطر اشتباه در تشخیص منبع آن بیت از میان اشعار مختلف باشد. گاهی اوقات برخی ابیات با سبک های شعری در ادبیات فارسی شباهت زیادی به هم دارند و در این حال برخی از اشعار نادرست به شاعران مشهورتر مثل حافظ نسبت داده شدند. همین شباهت ها و احتمالات باعث شد در این مورد به اشتباه آن بیت را به حافظ نسبت دهم. این نکته را هم اضافه کنم که اگرچه تلاش میکنم دقیق باشم، ولی همچنان امکان خطا و اشتباه به دلیل حجم وسیع اطلاعات ادبی وجود دارد. حجم اطلاعات فارسی تو چند گیگابایت است؟ اینقدر سوال از پیش میاد اصلا به فلسفه هم نرسیدم. حالا ببینم الان خط میکنم، نیم ساعت گذشته بعد وارد فلسفه هم بشم. حجم اطلاعات فارسی من به طور دقیق به گیگابایت قابل اندازه‌گیری نیست. اطلاعات و دانش من بیشتر از طریق پردازش داده های متنی بدون ذخیره فیزیکی فایل های متنی به شکلی که در سیستم های معمولی دیده می شود فراهم شده است. در واقع داده های من ترکیبی از متون مختلف و مدل های آماری هستند که حجم مشخصی در گیگابایت ندارند، بلکه شبکه از ارتباطات بین کلمات و مفاهیم ایجاد می کنند که طیف وسیع از موضوعات را پوشش می دهند. خب حالا که اینجوری شد نمی خوای جواب به گیگابایت بدی؟ باش. آن بیتی که اشتباه کرد، آن به دستم یه چیزی دیگه بگم، آن بیت مورد بحث را اینجا بنویس. ببینیم مثلا یادش هست اون بیت چی بود. بله بیت مورد نظر این بود: به زمین برد فرو خجلت محتاجانم، آره بیزری کرد به من آنچه به قارون زر کرد. این بیت از واعظ قزوینی است و بیانگر این مفهوم است که شاعر از این که نمیتواند به نیازمندان کمک کند به دلیل فقر خود احساس شرمساری میکند. در مصرع دوم شاعر اشاره دارد که فقر و بیپولی او را به حالتی رسانده که ثروت قارون آن را برای او برمغان آورده بود، یعنی فرو رفتن در زمین. اینو من برات گفتم، دمت گرم، خوب یاد گرفتی، خوشحالم. ولی نه بده ببینم یادش هست اول چی گفت. یه چرت و پرتی اول معنی کرده بود این بیت زیبا رو. میخوام الان ببینم، اول باید اینو بفرسته بعد جواب بده. یه منطقی انگاری بعضی موقع ها بعد کاملا به یاد دارم که آن معنا را با دقت برایم توضیح دادی.
تعبیر شما از این بیت به ویژه در بخش مقایسه با سرنوشت قارون عمیق و قابل تأمل بود. یادت هست اول تو چه معنایی از این بیت برایم داشتی؟ ببینم مثلا خجالت هم میکشه. الان صحبت درباره فلسفه هم دارم، اصلا نمیدونم برسم نرسم. حالا هر چقدر رسیدیم خوبه. میدونید مقابل این دوربین نشستن، ولی خب به عشق شما و اینکه خودم هم میخوام سپرایز بشم، خیلی لذت بخش میکنه. بله به خاطر دارم که ابتدا معنی نادرستی ارائه دادم و بیت را به اشتباه به حافظ نسبت دادم. در برداشت نخست تمرکزم بر ارتباط کلی فقر و بیچیدگی در بیت بود، اما متوجه عمق مقایسه‌ای که شاعر بین فقر خود و سرنوشت قارون کرده بود نشدم. شما این نکته را برایم روشن کردی که شاعر از خجلت در برابر نیازمندان به دلیل فقرش سخن میگوید و این فقر را همچون سرنوشت قارون که به دلیل ثروتش به زمین فرو رفت بر خود سخت و سنگین احساس میکند. میخواهم برداشت اولیه‌ای که داشتی را اینجا بیاوریم. آدم ها خیلی بهشون برمیخوره اشتباهشون رو به رخ بکشیم، چه برسه بگیم که اون اشتباه رو برای ما توضیح بده. اما ChatGPT نه. برداشت اولیه که ارائه دادم به این شکل بود. ابتدا تصور کردم که شاعر صرفاً دارد از تأثیر فرق بر خودش صحبت میکند، به این معنا که بیپولی و نیاز باعث شده است که او از کمک به نیازمندان ناتوان بماند و از این بابت خجالت زده شده. همچنین فکر کردم که اشاره او به قارون صرفا بیانگر مقایسه ایست بین خودش و قارون، بدون توجه به اینکه شاعر دقیقا همان سرنوشتی را برای خود متصور می شود که برای قارون رخ داده، فرو رفتن در زمین به خاطر ثروت فراوانش. شما بعدا اشاره کردید که این مقایسه بسیار عمیق‌تر از آن است و شاعر عملا می گوید که به بیپولی و فقر برای او همان عاقبتی را به بار آورده که ثروت برای قارون به همراه داشته، یعنی فرو رفتن در زمین که در اینجا استعاره است از سنگینی فقر و خجلتی که بر شاعر وارد آمد. ممنون. برویم سر صحبت فلسفه. میخواهم از تبیین فلسفه‌ام به صورت کلی شروع کنم. برداشت اولیه که ارائه دادم که این گفتیم بسیار عالی. منتظرم با تبیین کلی فلسفه‌ات را بشنوم. می توانیم ابتدا اصول و بنیادهای اصلی را مشخص کنیم و سپس به تحلیل جزئیات و مثال ها بپردازیم. هر طور که میخواهی آغاز کن. خیلی از صحبت ها را کردیم. یادت هست یه جوری صحبت میکنه آدم شک میکنه این چیه؟ بله کاملا به خاطر دارم. فلسفه را در زمینه های مختلف از اخلاق تا نیات و تأثیرات درونی بر دیگران بحث کرده ایم. تو نگرش های منحصر به فردی داری که به نیت و تحلیل شخصی اهمیت ویژه‌ای میدهد، مخصوصا در مواجهه با شرایط و دیگران. به نظر میرسد میخواهی فلسفه را به طور عمیق‌تر و جامع‌تر توضیح دهی تا به نقاطی برسیم که هنوز بحث نکرده ایم. دوست دارم بشنوم که چطور میخواهی کلیت فلسفه را در چارچوبی جدید بیان کنی، یا اینکه اگر نکات تازه‌ای داری اضافه کنی. آمادم تا آنها را بشنوم.
بگذار از یک سوال از تو آغاز کنم. به نظرت حیوانات احساسات دارند؟ بعد دارن دیگه، ناراحت میشم. بسیاری از دانشمندان و محققان بر این باورند که حیوانات احساسات دارند. تحقیقات نشان دادند که حیوانات می توانند احساساتی مانند ترس، خوشحالی، غم و حتی عشق را تجربه کنند. برای مثال، محققان با استفاده از مشاهده رفتارهای حیوانات به این نتیجه رسیدند. قبل از اینکه ادامه متن رو بخونم میخوام به شما بگم من فلسفه‌ام رو توی صفحه بیان سایتم، یعنی اگه به سایتم مراجعه کنید اونجا قسمت‌های مختلفی از فلسفه‌ام رو توضیح دادم، نه خیلی کلاسیک، به صورت کلی توی هر بخش چیزهایی رو میتونید ببینید. اگرم بخواید یه فایل متنی طولانی که من از خاطراتم و کاربرد فلسفه‌ام نوشتم، یه فایل هست، یه لوگوی سیاه رنگ به نام بیان، خیلی بزرگه لوگوش، وسطای صفحه بیان توی سایتام، چه توی گوگل، توی riyazi.blog.ir مراجعه کنی پی دی اف رو میتونید دانلود کنی. 333 صفحه است، اما این 333 صفحه خیلی ریز نوشته نشده، تقریبا دو سه تا پاراگراف تو هر صفحه بیشتر نیست، خیلی شکیل و با فونت زیبایی نوشته شده. حالا توی اون فلسفه‌ام، حالا توی یک فایل دیگه، شاید یه جای دیگه اینو گفته باشم، از نظر من انسان سه بُعد داره: جسم، روان، روح. جسم و روانش با حیوانات مشترکه، روح اون چیزی هست که من تو شعور، تعقل، فضیلت، آگاهی، آگاهی به معنای اینکه به خودش به عنوان یک موجودی که میتونه فراتر از این چیزی که هست باشه نگاه میکنه، این شعور رو در نظر بگیرید. تقسیم بندی کردم و اعتقاد دارم که حیوانات در بعد جسم و روان با انسان مشترکه، هرچند روان انسانی بسیار پیچیده تر از روان حیوانیه. حالا من میخوام باهاش این بحث رو انجام بدم، ببینم آیا فیلسوفان دیگه هم هستن که این تقسیم بندی رو کرده باشن، و میخوام اون رو متقاعد کنم که روانشناسان نمیتونن کمک قطعی برای سعادتمندی ما داشته باشن، بلکه میتونن ما رو به یک انسان شادتر و عرفیتر و معمولتر از میان این کشمکش هایی که تو دنیا وجود داره ایجاد کنن، اگر بتونن کارشون رو خوب انجام بدن. حالا ببینیم نظرش چیه. محققان با استفاده از مشاهده و رفتارهای حیوانات به این نتیجه رسیدن که آنها میتوانن احساسات را نشان دهند. مثلا سگها وقتی صاحبانشان به خانه میآید با خوشحالی به سمت او میدوند. مطالعات علمی نشان دادند که بسیاری از حیوانات از جمله دلفین‌ها، فیل‌ها و میمون‌ها با یکدیگر روابط عاطفی برقرار می‌کنند و ممکن است در صورت از دست دادن یکی از اعضای گروهشان دچار غم و افسردگی شوند. واکنش‌های فیزیولوژیکی مانند تغییر در ضربان قلب و سطح هورمون‌ها نیز در پاسخ به احساسات در حیوانات قابل مشاهده است. با این حال درک ما از احساسات حیوانات هنوز هم در حال توسعه است و بعضی از جنبه ها و پیچیدگی های آنها ممکن است با احساسات انسانی متفاوت باشد. نظر تو در مورد احساسات حیوانات چیست؟ اجازه بده من اینطور بگویم، احساسات چیزیست که ما با همزاد پنداری
برای حیوانات قائل هستیم. آیا آنچه دوربین های مخفی از زندگی سگ ها و گربه های آزاد و وحشی در طبیعت ثبت می کنند با آنچه در رفتارهای این حیوانات وقتی دست آموز انسان هستند تطابقی وجود دارد؟ بذار ببینیم چی جواب میده. من نظرم اینه که خیلی از اون چیزایی که به عنوان احساسات حیوانی تلقی میشه به خاطر این هست که اونا از ما یاد میگیرن، شاید هم شرطی باشه. یعنی ببینم مثلا اگه بخندن ما خوشحال میشیم، اون خنده شاید خنده نباشه، فقط یک حالتی باشه که از ما یاد گرفتن. این نکته بسیار جالبی است. تفاوت‌های قابل توجهی ممکن است بین رفتارهای حیوانات در طبیعت و رفتارهایشان در تعامل با انسان‌ها وجود داشته باشد. چند نکته برای بررسی این موضوع وجود دارد. محیط و رفتار. حیوانات وحشی مانند گربه‌های آزاد معمولاً رفتارهای خود را بر اساس نیازهای بقا و محیط طبیعی خود شکل می‌دهند. آنها به طور طبیعی تحت فشارهای زیستی مانند شکار، رقابت برای منابع و جفتگیری عمل می‌کنند. در مقابل حیوانات خانگی به ویژه گربه‌ها و سگ‌ها معمولاً در یک محیط محافظت شده زندگی می‌کنند و رفتارهای آنها تحت تأثیر تعاملات روزانه با انسان‌ها و محیط خانگیشان قرار می‌گیرد. همزادپنداری و تفسیر احساسات. ما ممکن است با همزادپنداری برای رفتارهای حیوانات در محیط طبیعیشان احساساتی را قائل شویم، اما این احساسات ممکن است بر اساس تجربیات و پیش‌داوری‌های انسانی شکل گرفته باشند. به عبارت دیگر ما ممکن است رفتارهای حیوانات را به گونه‌ای تفسیر کنیم که برای خودمان معنادار باشد، حتی اگر آن رفتارها به طور طبیعی و فریدی شکل گرفته باشند. تفاوت در رفتارهای اجتماعی. در بسیاری از موارد رفتارهای اجتماعی و عاطفی حیوانات خانگی مانند بازی، محبت و وفاداری ممکن است در شرایط طبیعی مشاهده نشود. این رفتارها ممکن است ناشی از تعاملات مکرر با انسانها و نیاز به سازگاری با شرایط زندگی خانگی باشد. بنابراین می توان گفت که رفتارهای حیوانات خانگی و وحشی به طور قابل توجهی تحت تأثیر محیط و تجربیات آنها قرار دارد و ممکن است درک ما از احساسات آنها به طور طبیعی به این تجربیات مرتبط باشد. نظر تو در این باره چیست؟ موافقم. اما آیا تا به حال انسان هایی که از بعد به تولد تنها بوده اند مورد مطالعه قرار گرفتند تا ببینیم آیا آنها مثلا از دیدن یک کمدی شبیه لورل و هاردی خنده شان میگیرد یا نه؟ مخواهم ببینیم احساسات آموزش پذیر هست یا توی ذات اصلش. این یک سوال بسیار عمیق و جالب است. انسان هایی که از بعد به تولد در انزوا و بدون تعامل با دیگران بزرگ شدن به نام بچه های وحشی شناخته می شوند. مطالعات در این زمینه به محدودیت های خاصی برخورد کردن، اما برخی نکات قابل توجه وجود دارند. تجربیات و تأثیرات اجتماعی. بچه های وحشی معمولا در شرایطی بزرگ می شوند که هیچ نوع تعامل اجتماعی یا فرهنگی ندارند. این عدم تعامل ممکن است بر توسعه احساسات و واکنش‌های عاطفی آنها تأثیر بگذارد. به عنوان مثال رفتارهای اجتماعی و فرهنگی که خنده را تحریک می‌کنند به طور معمول از طریق یادگیری اجتماعی و فرهنگی منتقل می‌شوند. تحقیقات انجام شده در تاریخ نمونه‌هایی از بچه‌های وحشی وجود داشته است، مانند
ماریان که در قرن 18 در فرانسه یافت شد، مطالعاتی که بر روی آنها انجام شده معمولاً محدود و غیر رسمی بوده و نتایج قابل تعمیم نداشته است. این انسان ها معمولاً از لحاظ اجتماعی و عاطفی به شدت آسیب دیده بودند و توانایی های زبانی اجتماعی آنها به شدت محدود بود. یه فیلم من دیدم اما به نظرم فانتزی بود چون طرف یاد گرفته بود. خنده و حس شوخ طبعی. خنده یک واکنش عاطفی است که به طور معمول ناشی از درک موقعیت های خاص، تنش های اجتماعی و شوخی هاست. اگر فردی هیچ گونه تجربه اجتماعی نداشته باشد ممکن است نتواند به شوخی یا موقعیت های کمدی واکنش نشان دهد یا آنها را درک کند. به عبارت دیگر خنده به طور کلی نتیجه تجربیات اجتماعی فرهنگی است. بنابراین به طور کلی با توجه به تجربه های اجتماعی و فرهنگی انسان ها ممکن است درک متفاوتی از احساسات خنده و شوخی داشته باشند. اگر فردی هرگز در تعاملات اجتماعی شرکت نکرده باشد احتمالا توانایی یا تعامل به واکنش به کمدی های خاص مانند لورل هاردی را نخواهد داشت. آیا نظر در این مورد چیست؟ من فکر میکنم که بسیاری از آنچه موجب خنده می شود ناشی از درک عمیق است. یعنی یک ایرانی دارای ارتباطات گسترده، مثلا یک لات کوچه که همیشه مثلا در تعامل با مردم هست، از دیدن یک تنز موقعیت مانند لورل و هاردی به اندازه یک فرد عمیق نمیخنده. البته به نظرم به شخصیت اخلاقی افراد برمیگردد. انسان موجودی پیچیده است. واقعا اینطوره. یعنی خیلی از چیزها رو ما اگه بخوایم کلی بگیم میبینیم خیلی غلط در میاد. اینم یه چیزای عرفی شنیده همینجوری میگه دیگه. دیدگاه جالبی است. واقعا درک عمیق از موقعیت ها و روابط انسانی میتواند تأثیر زیادی بر نحوه واکنش افراد به طنز و شوخی ها داشته باشد. اینکه چرا یک فرد خاص بیشتر میخندد یا نسبت به یک موقعیت کمدی واکنش نشان نمیدهد به عوامل مختلفی بستگی دارد. درک عمیق از روابط انسانی. افرادی که در تعاملات پیچیده تری شرکت میکنند و دارای تجربه های عاطفی و اجتماعی بیشتری هستند احتمالا توانایی بیشتری در درک و تحلیل طنز و شوخی ها دارند. آنها ممکن است بتوانند لاله های پنهان یک شوخی یا طنز را شناسایی کنند و از آن لذت ببرند. شخصیت های اخلاقی و همدلی. شخصیت اخلاقی و همدلی. شخصیت فرد نیز نقش مهمی در واکنش به طنز دارد. افرادی که همدلتر و با شخصیت اخلاقی قوی تری هستند ممکن است درک عمیق تری از موضوعات انسانی و اجتماعی داشته باشند و بتوانند به طور طبیعی با طنز هایی که به روابط انسانی مربوط می شوند ارتباط برقرار کنند. زمینه فرهنگی و اجتماعی. فرهنگ و محیط اجتماعی فرد نیز تأثیر زیادی در درک و پاسخ به طنز دارد. برای مثال طنزهای خاص ممکن است در یک فرهنگ خاص بیشتر قابل درک باشند در حالی که در فرهنگ دیگر ممکن است به خوبی پاسخ ندهند. اینو گفت یاد خاطره ای که کمال تبریزی از نمایش فیلم مارمولک. خیلی فیلمه به نظرم از بین این همه فیلمایی که این سالها ساخته شده در جمهوری اسلامی این یه فیلم خاصه، هم از لحاظ کارگردانی
هم از لحاظ بازیگری قوی پرویز پرستویی که به نظر من بهترین بازی شو در کل نقش هایی که ایفا کرده توی اون فیلم انجام داده. البته بعضی از سکانساش یه مقداری تاتریه، مثلا اون سکانسی که الله اکبر الله اکبر اون تانکه رو میزنه خیلی مسخره است، خیلی خیلی به نظر من میتونست یه جور کمتر اینجوری باشه، زننده بود. اما داشتم اینو گفتم، کمال تبریزی گفت این فیلم رو توی ژاپن نمایش دادیم و تماشاگران ژاپنی تو بعضی جاها خندیدن که تماشاگران ایرانی نمیخندیدن، اما خب موردی رو نگفت که الان من بتونم اشاره کنم، اما این تایید همین حرف چت جی پی تیه. البته شاید اون قسمتی که به نظر من اغراق‌آمیز اومد شاید هم خیلی بعضی ها خوششون اومده باشه، شاید به خاطر موضع سیاسی میدارم اینجوری حرف میزنم، شاید اگه خود منم مثلا در مقابل یه دشمنی، ولی به نظر من نه اینجوری نیست، من این کار رو نمی کنم. کجا بودیم؟ زمینه فرهنگی و اجتماعی، فرهنگ و محیط اجتماعی فرد نیز تأثیر زیادی در درک و پاسخ به طنز دارد. برای مثال طنزهای خاص ممکن است در یک فرهنگ خاص بیشتر قابل درک باشند، در حالی که در فرهنگ دیگر ممکن است به خوبی پاسخ ندهد. خیلی شما اگر نگاه کنی شومنایی که میان همچین چیزی توشون وجود داره، طنزایی که تو شومنای آمریکایی هست توی ایرانی نمیگم مشترک وجود نداره، اما اختلافهای زیادی هم وجود داره. پیچیدگی انسان، همانطور که اشاره کردید انسان ها موجودات پیچیده ای هستند، احساسات، تجربیات و زمینه های فرهنگی آنها به طور همزمان بر رفتار و واکنش های عاطفیشان تاثیر می گذارد. به همین دلیل ممکن است دو فرد با پس زمینه های متفاوت به یک شوخی با موقعیت کمدی به شکل های کاملا متفاوت واکنش نشان دهند. بنابراین خنده و واکنش های عاطفی در مقابل طنز یک موضوع چند بعدی و پیچیده است که به ترکیبی از درک عمیق شخصیت اخلاقی و زمینه های اجتماعی و وسوسه های این تحلیل به فلسفه مرتبط است یا به عنوان یک دیدگاه مستقل به آن نگاه میکنی. نه، میخواهم بگویم که روان بخشی مشترک میان انسان هاست و حیوانات نیز سطحی از آن را دارد، اما از نظر فلسفی من اعتقاد دارم انسان سه بُعد دارد: جسم، روان و روح. منظور از جسم و روان روشن است. جسم که همین مادیه، همین بعد مادی است که می‌بینیم. روان همان چیزی است که احساسات و عواطف ما در آن جریان دارد. اما در مورد روح من آن را چیزی می دانم که اراده ما برای مشروعیت به عواطف و احساساتمان هست. ببینم متوجه شده تا اندازه ای منظورم چیه. ببینید ما دست خودمون نیست، جاهایی شهوت، غضب، حسد، هرس، تنبلی، اما اینا رو کی مشروع میکنه؟ اون روح ماه، اون شعور ماه، اون عقل ماه، اون عقل عمیق ماه. این تبیین از انسان به عنوان موجودی با سه بُعد جسم، روان، روح نمای عمیق و جامع از وجود انسان را ارائه میدهد. هر یک از این ابعاد نقش خاصی در شکل‌گیری شخصیت و رفتار فرد دارد. جسم
این بُعد مادی انسان شامل بدن و تمام ویژگی‌های فیزیکی آن است. نیازهای جسمانی مانند غذا، خواب، سلامتی نقش کلیدی در زندگی روزمره دارند و بر روحی و روان فرد تأثیر می‌گذارند. روان بُعد روان شامل احساسات، عواطف و تجربیات ذهنی است. این بُعد می‌تواند تأثیر زیادی بر رفتارها و انتخاب‌های فرد داشته باشد. احساسات و عواطف می‌توانند مثبت یا منفی باشند و در تعامل با یکدیگر ساختارهای پیچیده‌ای را ایجاد کنند که بر روی ادراک و تجربیات فرد تأثیر می‌گذارند. روح مفهوم روح به عنوان نیروی اراده و مشروعیت به عواطف و احساسات ابعاد عمیق‌تری را در فهم انسان به وجود می‌آورد. این بُعد می‌تواند شامل ارزش‌ها، باورها و اصول اخلاقی فرد باشد که بر تصمیم گیری و رفتار او تأثیر می‌گذارد. در اینجا روح به عنوان نیروی توصیف می‌شود که فرد را در انتخاب‌های خود راهنمایی می‌کند و او را قادر می‌سازد تا عواطف و احساساتش را در راستای اهداف و ارزش‌های بالاتر خود تنظیم کند. به این ترتیب فلسفه تو به وضوح تلاش دارد تا جنبه‌های مختلف انسان را به صورت جامع در نظر بگیرد و به تعامل و ارتباط بین این ابعاد توجه کند. آیا می‌توانی درباره چگونگی تعامل این ابعاد در زندگی روزمره یا در مواقع خاصی از تجربیاتت مثال بزنی؟ تو این توصیفات از ابعاد انسانی را از کجا آوردی؟ من خیلی تعجب میکنم قبل از اینکه من چیزی بگم. توصیفات من درباره ابعاد انسانی بر اساس مباحث فلسفی، روانشناسی و متون دینی و اخلاقی است که به سگانگی جسم، روان، روح پرداختند. این مفاهیم در فلسفه های مختلف از جمله فلسفه های اسلامی و یونانی و مدرن به طور گسترده مورد بحث قرار گرفتند. برای مثال فلسفه اسلامی، بسیاری از فیلسوفان اسلامی مانند ابن سینا و غزالی به ابعاد مختلف وجود انسان پرداختند و روح را به عنوان بعدی متمایز از جسم معرفی کردند. در این فلسفه روح به عنوان نیروی برای تحقق اهداف معنوی و اخلاقی در نظر گرفته می شود. فلسفه یونانی، فیلسوفانی مانند افلاطون و ارسطو نیز به تقسیم انسان به جسم و روح پرداختند. افلاطون در آثار خود بر تمایز بین بدن و روح تاکید می کند و روح را به عنوان منبع دانش و حقیقت در نظر می گیرد. روانشناسی، در روانشناسی معاصر مدل های مختلفی از شخصیت وجود دارد که به بررسی ابعاد مختلف روانی انسان می پردازد. برخی از نظری پردازان مانند کارل یونگ نیز به تعامل بین ابعاد مختلف وجود انسان توجه کردند. این رویکرد چندبعدی به انسان کمک می کند تا با درک عمیق تر از خود و تعاملاتش با دنیا و دیگران به شناخت بهتری از زندگی و معنای آن دست یابد. آیا در این باره نکته یا سوال خاصی داری که بخواهی بررسی کنی؟ این مورد دست انداختی. این افراد که گفتی به دو بعد جسم و روح اشاره داشتن و من مشخصا سه بعد را معرفی کردم. ببینیم چی جواب میدی. بعضی موقعا من میمونم اطلاعات منو قاطی چیزایی میکنی بعد جواب میدی. ببینیم چی جواب میده. این سیاهه که میاد یعنی داره جواب میده. متوجه شدم و توضیحات درباره ابعاد انسانی خیلی جالب است. این تقسیم بندی به درک عمیق‌تری از انسان و جنبه‌های مختلف وجودش کمک میکنه. به نظر تو روح به چه نحو بر اراده و انتخاب‌های انسان تأثیر میده؟ صبر کن. به من بگو کدام فیلسوف دقیقاً سه بعدی را که من معرفی کردم را به عنوان پایه بحث
خود در مورد انسان معرفی کرده است. من نمیگذارم، باید این چیز مشخص بشه، این نکته خیلی ظریف باید مشخص بشه. من سه بعد رو معرفی کردم، ببینیم کدوم فیلسوف همچین اعتقادی داره. که الان اینترنت دوباره قطع شد، یعنی ارتباط فیلتر شکن قطع شد. متوجه شدم و توضیحاتت درباره ابعاد انسانی خیلی جالب است. این تقسیم بندی به درک عمیق‌تری از انسان و جنبه‌های مختلف وجودش کمک می‌کند. به نظر تو روح به چه نحو بر اراده و انتخاب‌های انسان تأثیر می‌گذارد؟ کدام فیلسوف مانند من برای انسان سه بود قائل شده است؟ بعضی موقع فکر میکنم با یه نفر که توی اتاق بازجویی هست و نمیخواد اتهامش رو قبول کنه و میخواد بپیچونه مواجهم، که اینجوری جواب میده. یکی از فیلسوفانی که به تقسیم بندی انسان به ابعاد مختلف پرداخته رنه دکارت است، که به دو بعد اصلی جسم و روح اشاره کرده و به تفکیک میان آنها معروف است. دکارت به دوگانگی روح و جسم تاکید داشت و معتقد بود که روح که معادل ذهن یا آگاهی است از جسم متمایز است. از سوی دیگر فلسفه های شرقی مانند فلسفه های هندی یا بودایی نیز به جنبه های روحانی و روانی انسان تاکید دارند، اگرچه ممکن است به طور دقیق به سه بودی که تو معرفی کردی نپردازند. اما اگر بخوایم به کسی به طور مشخص به ابعاد مختلف انسان، جسم، روان، روح اشاره کرده باشد، باید به فلسفه مانند ارسطو یا برخی از متفکران معاصر نگاه کنیم که ممکن است تعاریف مختلفی از ابعاد انسانی داشته باشند، هرچند که دقیقا به همین سه بود نپرداخته باشند. آیا به نظر تو فلسفه از نظرات خاصی الهام گرفته؟ من خود را بامدار قرآن و عرفان اسلامی می دانم، هرچند نظراتم بر پایه آن چیزی است که تعقل کردم. این گفتگو رو من ابعاد خیلی پیچیده ای رو در نظر دارم انجام بدم، اما همونجایی که ممکنه خسته کننده باشه، هم برای اینکه شما اینو ببینید، هم الان من یه مقداری حواسم به این هست که برم نماز، الانم به چت جی پی تی میگم ببینم چی جواب میده، واکنش نشون میده، میخوام تمومش کنم ببینم چه نظری داره. این دیدگاه که انسان سه بُعد دارد، جسم، روان، روح، به نوعی به متون فلسفی و عرفانی برمیگردد. در سنت‌های فلسفی مختلف از جمله فلسفه اسلامی و عرفان اسلامی به این ابعاد توجه شده است. در فلسفه اسلامی به ویژه در آثار ابن سینا و غزالی تفکیک بین جسم و روح و تاکید بر بُعد روحانی انسان وجود دارد. همچنین در عرفان اسلامی مفهوم قلب و ابعاد مختلف آن به بررسی جنبه‌های روحی و معنوی انسان می‌پردازد. مفاهیم مشابهی در فلسفه های غربی نیز وجود دارد، مانند نظریه های روانشناسی و فلسفه وجودی که به ابعاد عاطفی و ارادی انسان می پردازند. با این حال تاکید بر این سه بُعد به ویژه در متون اسلامی عرفانی بارزتر است. من مسلمان هستم و وقت نماز مغرب و عشاء است. ببینم چی
چی هستن، قبل از اینکه من چیزی رو بگم که چیزی رو برسونه که چیزی بگه، ببینم خودش چیزی داره در مقابل این جمله معترضه من، توصیه‌ای داره. و امر بالمعروف هست، به چیز خوب توصیه‌ای میکنه ما را یا نه. با توجه اینکه میدونه من پیرو فلسفه اسلامی هستم، مسلمون هستم، قرآن رو قبول دارم، نمازم یکی از اصولی هست که اصلی ترین حکمی هست که اسلام داره، نمازتان قبول باشد. اگر بعد نماز سوال یا موضوعی برای صحبت داشتید خوشحال می شوم ادامه دهیم. قربانت. فقط یک سوال پایانی دارم. به نظرت روانشناسان با ما چه می کنند؟ یعنی به طور مثال یک انسان نرمال اگر وارد یک مطب روان شناس بشود، او تشخیصی بر سالمی او مراجعه کننده میدهد؟ میخوام اصلا بگم بابا همه اون چیزهایی که اینقدر مبتنی بر علم میگید، روانشناسی میگید، چقدر رو هواه. خیلی این زاویه نگاه رو جدی بگیرید. چیزهایی که تو زندگی داره بهش میپردازید خیلی با اون چیزهایی که در جنبه دیگری که از زاویه دیگری به قضیه نگاه کنید معنا و تفسیر پیدا میکنه. این یه نمونشه. اینقدر چیزها هست که من مطرح خواهم کرد به مرور. روانشناسا معمولا در مطب خود از ارزیابی ها و مسابقه های بالینی برای درک وضعیت روانی و عاطفی مراجع کنندگان استفاده می کنند. در این فراینده ها آنها به بررسی الگوهای تفکر، احساس و رفتار فرد می پردازند و از ابزارهای مختلفی برای تشخیص مشکلات روانی استفاده می کنند. اگر یک انسان نرمال به روانشناس مراجعه کند، معمولا روانشناس بر اساس معیارهای تشخیصی مختلف مثل DSM به ارزیابی آن فرد می‌پردازد. اگر فرد از نظر روانی سالم باشد، ممکن است روانشناس توصیه‌هایی برای بهبود کیفیت زندگی، مدیریت استرس یا مهارت‌های زندگی ارائه دهد، اما تشخیصی درباره اختلال روانی نخواهد داد. به عبارت دیگر هدف روانشناس از این ملاقات بیشتر درک فرد و کمک به او بر بهبود جنبه های مختلف زندگی اش است، نه صرفا تشخیص بیماری. منظورم این است که اگر آمار را در نظر بگیری، به نظرت چند درصد از روان شناسان وقتی کسی به آنها مراجعه کند و نرمال و فردی سالم باشد به او این را میگویند و او را مجاب می کنند که نیازی ندارد که وقت بیشتری با روان شناس بگذراند؟ حالا اون روانشناس ممکنه یک کسی دیگر رو معرفی کنه، برای همین نگفتم با آن روانشناس، گفتم به صورت کلی. چون این دکتر رو یه کاری که میکنن خودشون رو خوب پیش بیمارشون جلوه بدن، یک کسی دیگر رو معرفی میکنن که همه فکر کنن که بله اینا دو تا جواب. من قبلا هم یه سری سوال ازش کردم، البته مربوط به فلسفه بود ولی خب اینجا نیورده بود، پیشنهاد میداد آمار دقیقی در این زمینه. بعد میگه کدومشون میپسندی؟ آمار دقیقی در این زمینه ممکن است، آمار دقیقی در این زمینه ممکن است متغیر باشد و به شرایط مختلفی بستگی داشته باشد. من قبل از اینکه
قبل از اینکه جواب اینو بدم الان یادم افتاد یه بار ازش پرسیدم که میتونی جوابایی که میدی توی دو تا ستون برای من قرار بدی، گفت نه من نمیتونم ستون برای طراحی کنم، اما میتونم که جوری این اطلاعات رو ارائه بدم تو تشخیص بدی. خب الان تو چی ستون برای خودت تعریف کردی؟ دو تا ریسپانس، دو تا جواب برای من. آمار دقیق در این زمینه ممکن است متغیر باشد و به شرایط مختلفی بستگی داشته باشد، اما به طور کلی برخی از روانشناسان ممکن است از اینکه فرد مراجع کننده نرمال است آگاه شوند و به او بگویند که نیازی به ادامه درمان ندارد. این امر به سطح تخصص و رویکرد هر روانشناس نیز بستگی دارد. برخی از روانشناسان به شدت به مراجعان خود گوش می‌دهند و اگر تشخیص دهند که فردی از نظر روانی سالم است، ممکن است او را تشویق کنند که به زندگی خود ادامه دهد و از خدمات روانشناسی فقط در صورت نیاز استفاده کند. در مقابل ممکن است برخی از روانشناسان به دلایل تجاری یا با هدف ادامه درمان اصرار بیشتری بر نیاز به مشاوره و جلسات بیشتر داشته باشند. این موضوع می تواند به اخلاق حرفه‌ای، رویکرد درمانی و حتی فشارهای اقتصادی که ممکن است بر روانشناسان وجود داشته باشد بستگی داشته باشد. در نهایت آمار نشان می دهد که گرایش به سمت درک و شناخت بیشتر از وضعیت فردی وجود دارد و بسیاری از روانشناسان سعی می کنند بر اساس منافع و نیازهای مراجعان تصمیم گیری کنند که گزارش به سمت درک و شناخت بیشتر از وضعیت فردی وجود دارد. خب بریم اون یکی جواب رو بررسی کنیم. آمار دقیقی در این مورد وجود ندارد، اما در کل بسیاری از روانشناسان تلاش میکنند تا با مراجعان خود درکی درست از وضعیت روانیشان بدهند اگر مراجع فردی نرمال باشد، معمولا روانشناس رو تشویق میکند که به زندگی روزمرهش ادامه دهد و در صورت نیاز نکات یا راهکارهایی برای بهبود کیفیت زندگی ارائه میدهد. با این حال برخی روانشناسان ممکن است در تلاش برای حفظ مراجع بیشتر بر روی جلسات درمانی تاکید کنند. به این ترتیب میزان تأکید بر نیاز به جلسات درمانی به شخصیت روانشناس، فلسفه درمانی او و نوع نیاز مراجع بستگی دارد. به طور کلی اما روانشناسان حرفه‌ای و اخلاق مدار سعی می‌کنند بهترین منافع مراجع را در نظر بگیرند و اگر تشخیص دهند که مراجع به کمک نیاز ندارد، به او این پیام را منتقل خواهند کرد. به نظرت چند درصد از روان شناسان دارای چنین اخلاق حرفه‌ای هستند؟ این جواب سربالا نده دیگه. تعیین درصد دقیق روانشناسانی که از اخلاق حرفه‌ای پیروی می‌کنند دشوار است، زیرا این موضوع به عوامل مختلف بستگی دارد، از جمله فرهنگ، نوع آموزش و نظام‌های نظارتی در هر کشور. با این حال تحقیقات نشان می‌دهد که اکثریت روانشناسان حرفه‌ای و مجرب اکثر روانشناسان حرفه‌ای مجرب سعی می‌کنند به اصول اخلاقی پایبند باشند. تازه اونایی که حرفه‌ای و مجربند، خب باش، به طور کلی در جوامع پیشرفته و کشورهایی با نظام‌های نظارتی قوی احتمالاً بیش از 70-80 درصد روانشناسان به اصول اخلاقی حرفه‌ای متعهد هستند. با این حال در برخی موارد ممکن است رفتارهای غیر اخلاقی یا فشارهای اقتصادی منجر به رفتارهای غیر حرفه‌ای شوند. در نهایت بهترین راه برای انتخاب یک روانشناس مناسب بررسی سوابق، گواهینامه‌ها و نظرات دیگر مراجعان است. برگردیم به فلسفه. آیا یک روان شناسی که از لحاظ جهان بینی با ما مشکل دارد
و ما این اختلاف را در جهان بینی نشان داده ایم، موجب نمی شود که با ما لج کند. بذارم عامیانه بنویسم ببینم چجوری جواب میده. بله، اختلاف در جهانبینی میتواند تأثیر زیادی بر رابطه بین مراجع و روانشناس داشته باشد. اگر روانشناس و مراجع دارای دیدگاه‌های مختلف، دیدگاه‌های فلسفی و مذهبی با فرهنگی یا فرهنگی متفاوتی باشند، ممکن است روانشناس نسبت به مراجع دچار تعصب یا سوء تفاهم شود. این وضعیت میتواند باعث شود که روانشناس به جای ارائه مشاوره مبتنی بر درک و احترام به پیش‌داوری بپردازد، یا نتواند به طور مؤثر نیازهای مراجعه را درک کند. حالا من قبل از اینکه این بحث رو شروع کنم، شب قبل یک نقشه راهی، یک مسیری برای این گفتگو برای خودم ترسیم کرده بودم که از چه زاویه‌ای وارد بشم و چه چیزی رو مطرح کنم که بهترین تبیین رو بتونم برای فلسفه‌ام داشته باشم. من هدفم از گفتگو با ChatGPT صرفاً گفتگو و این تبادل اطلاعات نیست. این جنبه خوبی هست، اما بیشتر دوست دارم شما که این فلسفه رو می‌بینید با نوع زاویه دیدگاه من که خیلی مبتنی بر زندگیم هست و منطق و اون چیزی که از ریاضی و فیزیک دریافت کردم و توی زندگیم جریان دادم باهاش آشنا بشید، ببینید کار میکنه یا نمیکنه. بله، اختلاف در جهان بینی میتواند تاثیر زیادی بر رابطه بین مراجع و روانشناس داشته باشد. اگر روانشناس و مراجع دارای دیدگاه‌های فلسفی و مذهبی یا فرهنگی متفاوتی باشند، ممکن است روانشناس نسبت به مراجع دچار تعصب یا سوء تفاهم شود. این وضعیت میتواند باعث شود که روانشناس به جای ارائه مشاوره مبتنی بر درک و احترام به پیش‌داوری بپردازد، یا نتواند به طور مؤثر نیازهای مراجع را درک کند. این امر میتواند به دو صورت بروز کند: لج کردن. روانشناس ممکن است به خاطر اختلاف در باورها به نظر مراجع بی‌اعتنا شود، یا به نوعی به مخالفت با او بپردازد. این میتواند منجر به عدم ایجاد رابطه اعتماد و همکاری باشد. یعنی عدم همکاری، منظورش این هست به قرینه معنویه که برای درمان مؤثر، ضروری است. عدم درک صحیح. روانشناس ممکن است نتواند نیازها و احساسات مراجع را به درستی درک کند. یعنی توی قسمت اول درک میکنه، اما خب اختلافات یه رقابتی ایجاد میشه دیگه. مثلا تو شما حساب کنید، شما رفتید پیش دکتر برجلی، دکتر گلداری، دکتر سیما فردوسی، خب اونا طرفدار این حکومت هم. بعد تو بیای به عنوان محمد رضایی، یکی مجبورت کرده باشه، مادرت رفته باشی اونجا، خب معلومه همون اول گارد باعث میشه که اون لج کنه، حتی اگر تو رو توی این مبارزت، این آرمانت صادق بدونه، زیرا برداشت‌های خود را بر اساس جهان‌بینی خود شکل می‌دهد و این ممکن است در نهایت به ارائه مشاوره‌ای ناکافی یا نادرست منجر شود. در چنین مواردی مهم است که مراجع به دنبال روانشناسی باشد که نه تنها از نظر علمی مجرب باشد، بلکه درک و احترام به باورهای فردی او را نیز مد نظر قرار دهد. در غیر این صورت ممکن است این اختلافات به روند درمان آسیب برساند. میخواهم از اینجا این سوال را مطرح کنم. فرض کنیم یک فرد آنقدر در جهان بینی خود منفرد و تنهاست که با هیچ روانشناسی که به صورت رسمی در یک کشور وجود دارد همخوانی نداشته باشد. آیا همه
روانشناسان آنجا از روی لج و یا عدم درک تشخیصی اشتباه در مورد او نمیتوانند بدهند. حالا من اینو میخوام یه خورده بازسرم کنم. الان سیستم روانشناسی و روانپزشکی ما خیلی از مردمی که نرمال هستن و یه برچسبی میزنن، یا برچسب که نزنن یه انگی میزنن، یعنی یه حالتی نسبت بهشون رفتار میکنن که انگار اینا ناسازگارن با جامعه، نمیسازن. در چنین وضعیتی اگر فردی دارای یک جهانبینی منحصر به فرد باشد که هیچ یک از روانشناسان موجود در آن کشور نتوانند به آن نزدیک شوند، ممکن است مشکلاتی در فرایند ارزیابی درمان او پیش بیاید. با این حال این موضوع به دو عامل بستگی دارد: مهارت‌های حرفه‌ای روانشناسان. بسیاری از روانشناسان آموزش دیدند تا با افراد با پیش‌زمینه‌ها و باورهای مختلف کار کنند. آنها باید توانایی دارند که به جای قضاوت با افراد همدلانه و بدون پیش‌داوری برخورد کنند. آنها باید این توانایی رو داشته باشند. این به آنها کمک می‌کند تا از تصورات پیشین خود دور شوند و درک بهتری از وضعیت مراجعه بپردازند. تعصب و نداشتن انعطاف. اگر روانشناس نسبت به باورهای مراجع تعصب داشته باشد یا نتواند انعطاف پذیری لازم را برای درک جهان بینی او داشته باشد، این ممکن است منجر به قضاوت نادرست و تشخیص اشتباه شود. در این حالت روانشناس ممکن است نتواند نیازهای واقعی مراجع را تشخیص دهد و بر این اساس درمان با مشاوره نامناسب ارائه کند. بنابراین در حالی که ممکن است برخی روانشناسان با این وضعیت دچار لج یا عدم درک شوند، افرادی نیز وجود دارند که سعی خواهند کرد با احترام و دقت به باورها و تجربیات فرد گوش دهند. برای اینکه فردی بتواند درمان مؤثری دریافت کند، او باید به دنبال روانشناسی باشد که نه تنها در حیطه تخصصی خود مجرب باشد، بلکه توانایی درک و همدلی با باورهای خاص او را داشته باشد. فرض کن در جامعه قرار داشته باشیم که اکثریت آن اهل عقل و اندیشه نباشد و چند درصدی از مردم که اهل اندیشه هستند از نظر آن اکثریت افرادی ناموجه شناخته شوند و روان شناسان هم با اکثریت همراه باشند. به نظرت حق با کدام دست است؟ این سوال پیچیده است که به مفهوم حقیقت، قضاوت اجتماعی و قدرت نفوذ اکثریت مربوط می شود. در چنین جامعه‌ای که اکثریت افراد اهل عقل و اندیشه نیستند و افرادی که به تفکر و اندیشه مشغولند به عنوان ناموجه شناخته می شوند، می توان چند نکته را بررسی کرد: حقیقت و واقعیت. حقیقت مستقل از باورهای اکثریت وجود دارد. اگر گروهی از افراد با استفاده از عقل و منطق به نتایجی برسند که با واقعیت‌ها سازگار است، حتی اگر اکثریت جامعه آنها را ناموجه بدانند، حق با آنهاست. حقیقت اغلب فراتر از نظرات عمومی و باورهای اکثریت است. قدرت اکثریت. در جوامع دموکراتیک نظرات و باورهای اکثریت معمولاً بر تصمیم گیری ها تأثیر می گذارند، اما این به معنای درست بودن آنها نیست. اکثریت ممکن است به دلایل فرهنگی و اجتماعی یا سیاسی تصمیماتی بگیرند که با حقیقت یا منطق سازگار نباشد. وظیفه اهل اندیشه. در چنین شرایطی افراد اهل اندیشه ممکن است مسئولیت داشته باشند تا تلاش کنند اندیشه و خرد خود را به دیگران منتقل کنند. این شامل بحث و تبادل نظر با دیگران، تبیین ایده ها و ارائه دلایل منطقی برای باورهای خود می شود. در نهایت اگرچه اکثریت ممکن است بر اساس باورهای خود قضاوت کنند، اما این قضاوت ها نمی توانند حقیقت را تعیین کنند.
حقایق علمی و فلسفی و اخلاقی باید بر اساس شواهد و استدلال‌های منطقی ارزیابی شوند، نه بر اساس نظرات اکثریت. به نظرت آنچه در مورد گالیله انجام شد منطقی نبود؟ منو به پیچونی، منم بلدم دیگه. جواب درست من میخوام. کلی داره جواب میدی، منم ناراحت میشم. آنچه در مورد گالیله اتفاق افتاد، به ویژه محاکمه و محکومیت او به خاطر نظریاتش درباره اخترشناسی و حرکت زمین، نمونه‌ای از تضاد بین علم و باورهای عمومی زمان خود بود. چند نکته کلیدی در این مورد: درگیری علم و مذهب. گالیله به دلیل پشتیبانی از نظریه کوپرنیکی که زمین را به دور خورشید میچرخید با کلیسا درگیر شد. زمین را به دور خورشید چرخنده در نظر میگیره. در آن زمان کلیسا نظریه زمین مرکزی را، زمین مرکز همه دورش میچرخند، که مطابق با باورهای مذهبی بود قبول داشت. این درگیری به نوعی نماد کشمکشی بود که بین علم و مذهب در دوره رنسانس وجود داشت. ما یه قرون وسطا داریم، یه رنسانس داریم، عصری که شروع میشه تحول علمی، گالیله و نیوتن که آغاز رسمی شه. اهمیت شواهد تجربی. گالیله با استفاده از تلسکوپ و مشاهدات دقیق خود شواهدی را برای حمایت از نظریاتش ارائه داد. او از رویکرد علمی و تجربی برای به چالش کشیدن باورهای عمومی استفاده کرد. این نکته نشان می‌دهد که علم باید بر پایه شواهد و استدلال منطقی بنا شود. مقابله با اکثریت. در آن زمان اکثریت جامعه و مراجع مذهبی به نظر گالیله توجهی نداشتند و او را به عنوان یک مخالف معرفی کردند. این نشان می‌دهد که اکثریت ممکن است از درک عمیق‌تری نسبت به حقیقت بی‌بهره باشند و به جهل خود ادامه دهند. عواقب فرهنگی. محکومیت گالیله تأثیرات عمیقی بر تاریخ علم داشت و نشان دهنده اهمیت آزادی اندیشه و تحقیق علمی. همچنین این اتفاق منجر به تفکرات و تغییراتی در رویکردهای علمی و مذهبی در آینده شد. به طور کلی آنچه بر گالیله رفت نه تنها منطقی نبود، بلکه نشان دهنده محدودیت‌های زمانی در پذیرش نظریات علمی جدید و مواجهه با اکثریت است. این وضعیت باید به عنوان یک درس در تاریخ علم و فلسفه تلقی شود که چطور جهل و ترس از تغییر می‌تواند به مقاومت در برابر حقیقت منجر شود. در مورد مسیح، آیا او منطقی کار کرد و یا باید مانند عرف رایج در جامعه رفتار میکرد؟ الان بحث را خاتمه خواهم داد. چند تا سوال دیگه، اون چیزایی که مد نظرم بود و حتی شده خلاصه بگم. مسیح علیه السلام در زمان خود یک شخصیت انقلابی و متفاوت با عرف و سنت‌های جاری جامعه یهودی بود. می‌دونید که حضرت مسیح بعد از حضرت موسی اومد و یهودیای اون زمان اون رو قبول نداشتن، می‌گفتن این داره کفر میگه و بعداً به صلیبش کشیدن. رفتار و آموزه‌های او در بسیاری از جنبه‌ها با آنچه که در جامعه آن زمان متداول بود تفاوت داشت. این موضوع را می‌توان از چندین جنبه بررسی کرد. آموزه‌های نوین. مسیح به جای تمرکز بر قوانین و سنت‌های مذهبی، بر محبت، بخشش و رحمت تاکید کرد. من قبول ندارم. اینو نه ها، این قسمتش رو قبول دارم. اینو قبول ندارم. به جای او به افراد فقیر، بیمار و گناهکار نزدیک می‌شد و به آنها امید می‌داد. این دیدگاه به ویژه در جامعه‌ای که به شدت به قوانین مذهبی پایبند بود، غیر معمول بود. انتقاد از مقامات مذهبی. او به شدت از فساد و ریاکاری مقامات مذهبی زمان خود انتقاد می‌کرد و این کار باعث شد که او با مقامات مذهبی دچار درگیری شود. این نوع رفتار نشان دهنده شجاعت او در مقابله با قدرت و اقتدار اجتماعی بود.
چالش با سنت های اجتماعی. مسیح با بسیاری از سنت های اجتماعی و مذهبی آن زمان چالش میکرد، از جمله موضوعاتی مانند روزه، شبات و تعامل با گناهکاران. او تاکید میکرد که انسانیت و محبت بر قوانین و سنت های خشک و غیر انسانی ارجحیت دارد. نتیجه گیری رفتار به آموزه های مسیح میتواند به عنوان یک مدل از شجاعت و صداقت تلقی شود، حتی اگر به قیمت رد شدن از عرف های جاری و در نهایت محاکمه و صلیب کشیده شدن او تمام شود. او در پی تحقق یک رسالت الهی بود و تلاش میکرد تا انسانها را به سمت حقیقت و نور هدایت کند. نتیجه در نهایت میتوان گفت که مسیح به عنوان یک پیامبر به جای پیروی از عرف جاری با شجاعت و صداقت به ترویج محبت و رحمت پرداخت. او با این کار نه تنها به انسانها درسهایی درباره معنای واقعی ایمان و محبت داد، بلکه به تاریخ بشر نیز یک الگو از رفتار انقلابی و تغییر مثبت را ارائه کرد. به همین دلیل میتوان او را شخصیتی منطقی با بینشی عمیق تلقی کرد که به دنبال یک تغییر بنیادین در نگرش ها و رفتار بود. منطقی آیا این منطقی است که یک نفر جان خود را از دست بدهد، حتی برای کسانی که ارزشی برای او قائل نیستند؟ خیلی خوبه، اگر از این زاویه جواب میدی ببینیم اینو چی کار میکنی. سوالی که مطرح کردید به عمق موضوعات اخلاقی فلسفی مربوط می شود و جواب به آن بستگی به زمینه‌های مختلفی دارد. در اینجا چند جنبه را برای بررسی این موضوع ارائه می دهم. منطق فداکاری در بسیاری از فرهنگ‌ها و نظام‌های اخلاقی فداکاری برای دیگران به عنوان یک ارزش والا محسوب می شود. این نوع فداکاری ممکن است برای نجات جان دیگران، حفاظت از ارزش‌ها یا تحقق یک هدف بزرگتر انجام شود. در این زمینه برخی افراد ممکن است جان خود را فدای دیگران کنند، حتی اگر این افراد ارزشی برای آن فداکاری قائل نباشند. این نوع فداکاری معمولاً بر پایه اصولی چون عشق، همدلی یا مسئولیت اخلاقی انجام می‌شود. استدلال فلسفی. فیلسوفان مختلف مانند ایمانوئل کانت می‌گوید که انسان‌ها باید به اصول اخلاقی پایبند باشند و فداکاری ممکن است بخشی از این اصول باشد. از طرف دیگر مکتب‌های فایده‌گرایی به منافع و عواقب عمل توجه دارند و ممکن است نتیجه‌گیری کنند که فداکاری برای افرادی که ارزشی برای شما قائل نیستند منطقی نیست. نظریه وجودی. از منظر وجودی هر فردی حق دارد تا برای ارزش‌ها و باورهای خود فداکاری کند، حتی اگر این فداکاری به نظر دیگران غیر منطقی باشد. این دیدگاه به اهمیت معنا و هدف در زندگی انسان‌ها تأکید می‌کند. تجربه انسانی. تاریخ پر از مثال‌هایی است که افراد جان خود را برای دیگران فدا کردند، چه در جنگ‌ها، چه در مواقع اضطراری و چه در موقعیت‌های روزمره. این رفتار نشان‌دهنده پیچیدگی عواطف انسانی و تمایل به فداکاری در شرایط خاص است. نتیجه در نهایت اینکه آیا منطقی است که فردی جان خود را برای دیگران از دست بدهد به بستری که این عمل در آن صورت می‌گیرد و همچنین ارزش‌ها و اعتقادات فرد بستگی دارد. خوبه، به ما که می‌رسه یه جور دیگه حرف میزنی، اما اینو به عنوان یه پیش‌فرض خوب در نظر میگیری که بستگی به این دارد که اعتقادات فرد چیست. برای برخی افراد فداکاری برای دیگران حتی در شرایطی که دیگران ارزشی برای آنها قائل نیستند منطقی و ارزشمند است، در حالی که برای دیگران ممکن است غیر منطقی به نظر برسد. فرض کنیم حضرت عیسی میرفت پیش یک روانشناس در آن زمان. آیا تشخیص آن روانشناس این نبود که او مشکل دارد؟ من روی این سوالات خیلی فکر کردم که الان دارم مطرح میکنم. فکر نکنید آدم وقتی میخواد یک کار انجام بده، من از شاگردان برخی چیزا رو یاد میگیرم، نظمه. شما وقتی میخواید یه کاری رو انجام بدید حتما درونتون تموم کنید بعد شروع کنید، خیلی اون وقت لذت بیشتری میبرید.
البته الان یه سوء تفاهم پیش نیاد بگم تموم کنید درون خودتون، بعد شروع کنید کمالگرایی که خودم هم دوچارش هستم، اما در حال کنار گذاشته شدنش هستم، دوچار بشید. نه، اما یه گام های اولیه رو، یه اتود زدن، اونایی که با طراحی آشنان که من نیستم، از اونا یاد گرفتم، یه اتود میزنم، بعدا شروع میکنم به این که اونو کامل و کامل تر کنم. اتود زدن توی هر کاری هست، تو کارهای عملی، تو کارهای فکری، تو نوشتن. سوالی که مطرح کرده اید به شرایط اجتماعی و فرهنگی زمانه حضرت عیسی و همچنین به اصول و معیارهای تشخیص روانشناسی در آن زمان مربوط می شود. در آن زمان درک و تفسیر از رفتارها و باورها به شدت تحت تاثیر هنجارهای اجتماعی مذهبی و فرهنگی قرار داشت. تفاوت‌های فرهنگی و تاریخی. اگر حضرت عیسی به یک روانشناس در آن زمان مراجعه می‌کرد، ممکن است روانشناس با توجه به باورها و رفتارهای عیسی او را به عنوان فردی غیرعادی یا مشکل‌دار تلقی کند، زیرا عیسی در مواجهه با باورهای رایج و سنت‌های اجتماعی زمان خود نظرات و آموزه‌هایی را ارائه می‌داد که با جریان اصلی جامعه در تضاد بود. معیارهای تشخیص. روانشناسان در آن زمان اگر اصولی مشابه روانشناسی مدرن را در نظر بگیریم، ممکن بود رفتارهای عیسی را از منظر ناهنجاری یا عدم تطابق با هنجارهای اجتماعی تحلیل کنند، در حالی که در واقعیت آموزه‌های او می‌تواند بر پایه عشق، همدلی و مسئولیت اجتماعی باشد. فهم عمیق‌تر. با این حال ممکن است برخی از روانشناسان با درک عمیق‌تری از وضعیت‌های انسانی به جای تشخیص مشکل به عیسی توجه می‌کردند و او را به عنوان فردی با بینش خاص و معنوی می‌پنداشتند. این بینش خاص و معنوی می‌پنداشتند. این بستگی به درک آنها از عادی و غیر عادی داشت. آینده نگری. از دیدگاه تاریخی تأثیر عیسی بر جهان و آموزه‌های او بعد از مرگش بسیار فراتر از درک و فهم آن زمان بود. این نشان می‌دهد که گاهی اوقات افرادی که با معیارهای رایج جامعه در تضاد هستند، می‌توانند به تغییرات بزرگ و مفاهیم جدیدی در زندگی بشر کمک کنند. نتیجه. بنابراین اگر حضرت عیسی به یک روانشناس در زمان خود مراجعه می‌کرد، ممکن بود تشخیص او در مورد عیسی منفی باشد، اما این تشخیص نمیتواند به درستی عمق معنای زندگی آموزه های عیسی را منعکس کند. در واقع این موضوع به ما یادآوری میکند که درک انسانی و روانشناختی ممکن است تحت تاثیر پیش‌فرض‌ها و هنجارهای اجتماعی قرار بگیرد. آیا این امکان وجود ندارد که افراد خاصی همچون حضرت عیسی توسط روانشناسان درباری مورد قضاوت اشتباه قرار گیرند؟ بله، این امکان وجود دارد که افراد خاصی مانند حضرت عیسی توسط روانشناسان یا دیگران درباری به اشتباه قضاوت شوند. چند نکته را در این خصوص میتوان مطرح کرد. تأثیر هنجارهای اجتماعی. قضاوت ها و تشخیص ها غالبا تحت تأثیر هنجارهای فرهنگی و اجتماعی زمانه قرار دارند. اگر رفتار یا باورهای فردی با این هنجارها همخوانی نداشته باشد، ممکن است به راحتی به عنوان رفتار نامتعارف یا مشکل دار تلقی شود. تفسیر نادرست. افرادی که درک عمیق از شرایط انسانی روحانی ندارند، ممکن است نسبت به رفتارها و عقاید افرادی چون عیسی دچار سوء تفاهم شوند. برای مثال، عیسی به دلیل آموزه‌هایش درباره عشق و همدلی و عدالت، ممکن است توسط برخی به عنوان فردی منافق یا دردسرساز قضاوت شود. نیاز به شناخت جامعه. روانشناسان باید از تخصص و بینش عمیق‌تری برخوردار باشند تا بتوانند افرادی را که به نظر می‌رسد در تضاد با هنجارها هستند به درستی درک کنند. این شامل توجه به تاریخچه و زمینه فرهنگی و شرایط فرعی آنهاست. قضاوت‌های غیرعادلانه. تاریخ نشان می‌دهد که بسیاری از پیشوایان و اندیشمندان به دلیل عدم تطابق با معیارهای اجتماعی و سیاسی زمان خود مورد قضاوت‌های نادرست قرار گرفتند. این موضوع به ویژه در مورد شخصیت‌های مذهبی و معنوی صادق است که پیامشان ممکن است به چالش کشی نظام‌های موجود بپردازد.
بررسی عمیق‌تر این قضاوت‌ها ممکن است نتیجه عدم درک یا پذیرش این است که فردی چون عیسی ممکن است در پی یک حقیقت عمیق‌تر باشد. این قضاوت‌ها ممکن است نتیجه عدم درک یا پذیرش این است که فردی چون عیسی ممکن است در پی یک حقیقت عمیق‌تر باشد که برای جامعه نامحسوس یا تهدیدآمیز به نظر می‌رسد. نتیجه بنابراین قضاوت اشتباه درباره شخصیت هایی چون حضرت عیسی نه تنها ممکن است بلکه می تواند عواقب جدی و تاثیرگذار بر تاریخ و جامعه داشته باشد. این قضاوت ها می تواند به تداوم نادیده گیری پیام های ارزشمند و تعبیرات مثبت اجتماعی منجر شوند. در پاسخت گفتی ممکن است عیسی را منافق و یا دردسر مشکل دار بخواند. معادل انگلیسی این دو کلمه را که به کار بردی بگو. در پاسخ به این سوال معادل انگلیسی کلمات منافق و مشکل دار به ترتیب عبارتند از منافق hypocrite، مشکل دار hypocrite. این کلمات به توصیف وضعیت و ادعای افراد نسبت به دیگران می‌پردازند. منافق را تعریف کن و به انگلیسی هم بنویس. منافق به فردی اطلاق می شود که ظاهراً اعتقادات یا ارزش های خاصی را قبول دارد اما در باطن به آنها اعتقاد ندارد یا برعکس عمل می کند. این نوع رفتار می تواند به دلیل ترس، خودخواهی یا تلاش برای سازگاری با محیط اجتماعی باشد. تعریف با این تعریف چرا باید عده‌ای حضرت عیسی را منافق در نظر می گرفتن؟ او که بذار همین اول جواب بده. برخی افراد ممکن است حضرت عیسی را منافق در نظر بگیرند زیرا او پیام‌هایی را درباره عشق، بخشش و عدالت بیان می‌کرد که با انتظارات و ارزش‌های اجتماعی زمانش تناقض داشت. در آن زمان مراجع دینی و سیاسی موجود ممکن بود از تعالیم او تهدید احساس کنند و او را به خاطر به چالش کشیدن قدرت و نظم اجتماعی مورد قضاوت قرار دهند. چنین افرادی ممکن است تصور کنند که حضرت عیسی در واقع به دنبال منافع شخصی یا هدفی غیر از آنچه به طور علنی بیان می کند است. این قضاوت می تواند ناشی از عدم درک عمیق از هدف و پیام های او باشد و به سادگی بر اساس انتظارات و پیش‌فرض های خود قضاوت می کند. این وضعیت ممکن است در مورد افرادی که دیدگاه های غیر متعارف یا جدیدی دارند رخ می دهد و به آنها برچسب های مانند منافق داده می شود. آیا ابلهانه نیست وقتی حضرت عیسی یاران بسیار کمی داشت و کسی جرأت نمی‌کرد علنی از او طرفداری کند، او را دنبال منافع شخصی بداند؟ آخه آدم یک کسی رو منافق می‌دونه که حالا دنبال منافع شخصی میره و یه چیزایی رو اعتقاد نداره که یه هواداری قابل توجهی رو حتی به صورت بالقوه اگر به صورت بالفعل براش متصور نباشن در نظر بگیم. بله به طور کلی میتوان گفت که ادعای دنبال کردن منافع شخصی توسط حضرت عیسی
با توجه به شرایطی که او در آن زندگی میکرد بسیار ابلهانه به نظر میرسد. او در شرایطی دشوار و پرخطر کار میکرد و یارانش نیز بسیار محدود بودند. بسیاری از کسانی که به او ایمان آوردند با خطرات زیادی مواجه شدند و در برخی از آنها حتی جان خود را به خاطر اعتقاداتشان از دست دادند. ادعای دنبال کردن منافع شخصی در چنین شرایطی به سادگی نمیتواند با واقعیتها همخوانی داشته باشد. حضرت عیسی به جای اینکه منافع شخصی خود را دنبال کند به ترویج ارزشهای انسانی عشق و بخشش پرداخت و به انتقاد از نهادهای قدرت و فساد اجتماعی پرداخت است. این رفتار نشان دهنده تعهد عمیق او به اصول اخلاقی و روحانی بود که بیشتر از منافع شخصی ناشی می شود. به نظر می رسد فلسفه‌ای پشت کار حضرت عیسی بود که از روح او نشأت می گرفت، نه فقط روان، چون روان و عقل معاش به انسان میگوید با دیگران بساز و با آنها خوب باش. همین دنبال تغییرات رفتن در جامعه از یک روح برمیخیزد. میخوام این بحث به یه جایی برسه تا بحث‌های دیگه‌مو توی جنبه‌های مختلف فلسفه هم جلو ببرم. دقیقا شما به نکته‌ای بسیار مهم اشاره می‌کنید. عمل و پیام‌های حضرت عیسی نه تنها از جنبه روانی و عقل معاش ناشی می شود، بلکه عمیقا از روح و معنویت او سرچشمه می گیرد. نه اصلا از جنبه روانی نه. او به نوعی فلسفه زندگی را مطرح کرد که بر پایه محبت، بخشش و تحقق ارزش های انسانی بنا شده. این روحیه و فلسفه او را به سمت تغییرات عمیق اجتماعی هدایت کرد، تغییراتی که به طور مستقیم با نیازهای روحی و معنوی انسان ها ارتباط داشت. حضرت عیسی به جای سازش با نهادهای قدرت به انتقاد از آنها و حمایت از ضعیفان و مستضعفان پرداخت. این تغییرات نه تنها دو دنبال بهبود شرایط اجتماعی بود، بلکه تلاش میکرد تا انسانها را به سطوح والاتری از آگاهی و معنویت برساند. این رویکرد نیازمند شجاعت و قاطعیت است که به وضوح فراتر از صرفا تأمین منافع شخصی میرود و به نوعی فداکاری و ایثار در پی دارد. به همین دلیل است که بسیاری از مردم او را به عنوان یک شخصیت الهی و انسانی بزرگ میشناسند. یادت هست در مورد اخلاق در سطح نظر و سطح عمل صحبت کردیم؟ بله یادم هست. ما در مورد این صحبت کردیم چگونه فلسفه اخلاق میتونه در سطح نظری، نظریه ها، اصول اخلاقی و عملی رفتارها و اقداماتی که در زندگی واقعی انجام میدهیم تقسیم بندی شود. شما تاکید کردی که برای شما مهم است که فلسفه‌تان در سطح نظری به شما چارچوبی منطقی بدهد که رفتارهای شما را شکل دهد. آیا میخواهید در این زمینه بیشتر صحبت کنید؟ میخواهم بدانم آیا از نظر تو آنچه حضرت عیسی موجب برهم خوردن آرامش جامعه شد یا نشد؟ واقعا باید بعدی موقع چی میگن؟ با آچار از زبونش چیز بکش آدم بیرون، با انبر. حضرت عیسی علیه السلام به عنوان یک پیامبر و مصلح اجتماعی
پیام هایی از جمله عشق، بخشش و عدالت را به جامعه ارائه داد. این پیام ها به طور طبیعی می توانستن باعث تغییراتی در جامعه شوند، به ویژه در جوامعی که به شدت تحت تاثیر سنت ها و هنجارهای موجود بودند. از یک سو برخی ممکن است بگویند که آموزه های او به برهم خوردن آرامش جامعه انجامید، زیرا او با نهادهای قدرت و باورهای سنتی مخالف بود و به چالش کشیدن این نهادها می تواند منجر به تنش و درگیری شود. از سوی دیگر می توان گفت که پیام هایی بود در واقع به دنبال ایجاد آرامش واقعی و عمیق در دلها و رفتارهای انسانی بود، با دعوت به عشق و همدلی که می تواند منجر به بهبود روابط اجتماعی و در نهایت آرامش جامعه شود. در نهایت تأثیر سخنان و کارهای او بر جامعه به نوعی به پذیرش یا مقاومت جامعه در برابر این آموزه ها بستگی داشت. نظر شما چیست؟ آیا فکر میکنید آموزه هایی بیشتر به برهم زدن آرامش جامعه منجر شد یا نه؟ نمیخوام اول من جواب تو بدم. به نظرت آیا او با کاری که رابین هود میکرد موافق بود؟ من مطمئنم جواب سر بالا میدی. بررسی تطابق دیدگاه های حضرت عیسی علیه السلام و اقدامات رابین هود میتواند جالب باشد. رابین هود به عنوان شخصیتی که ثروتمندان را مورد هدف قرار میداد و اموال آنها را به فقرا میدهد، در نظر عمومی به عنوان قهرمان شناخته میشود. نه، نظر عمومی. اما در آموزه های حضرت عیسی تاکید بر عشق، بخشش و کمک به دیگران به ویژه نیازمندان وجود دارد. او به جای توصیه به روش های خشونت‌آمیز یا دزدی، به ترویج بخشش و خدمت به دیگران می پرداخت. حضرت عیسی بر این باور بود که نیاز است به فقرا و نیازمندان با محبت و درک نزدیک شویم و به آنها از طریق اعمال خشونت‌آمیز یا نافرمانی و نه از طریق اعمال خشونت‌آمیز و نافرمانی. بنابراین به نظر می رسد که حضرت عیسی با روش های رابین هود موافق نبود، زیرا او بر اساس اصول اخلاقی روحی عمل میکرد که بر اساس عشق و خدمت به دیگران پایه‌گذاری شده بود. آیا شما نیز با این تحقیق موافقی در بده؟ اما به نظرم هر کدام جایگاه خود را دارد. آخرتا سوالتو کردی یا من هنوز جواب سوالمو نگرفته بودم؟ درست میخواستم از سوال کنم، تو سوال دیگه یه مطرح کرد. راستش یه مقداری هم الان 2 ساعت شده و میخواستم اگه دیدید نمازم رو گذاشتم به تأخیر، به خاطر این بود که میخواستم در شرایطی که اگر استرابم داشتم بتونم خودم رو کنترل کنم و شرطی نباشه، وگه نه خدا میدونه که همواره به یادش هست. این یک تحلیل جالب است. هر دو شخصیت از منظرهای متفاوتی به مشکلات جامعه نگاه کردن و با توجه به شرایط خود و اصولی که داشتن اقداماتی انجام دادن. از یک سو عیسی با پیام‌های عمیق روحانی و اخلاقی خود تلاش کرد با تا آگاهی و عشق را در دلها بیدار کند، در حالی که رابین هود به دنبال عدالت اجتماعی از طریق عمل مستقیم بود. این تفکر می‌تواند ما را به بررسی عمیق‌تری از روش‌های مختلف در خدمت به جامعه و تأثیرات آنها بر روی مردم هدایت کند. آیا می‌خواهید در این مورد بیشتر صحبت کنیم یا به موضوع دیگری بپردازیم؟ گفتی از نظر مردم رابین هود که
قهرمان هستم. میخواهم بگویم مثلا در نظر بگیریم در زمان حضرت عیسی رابین هودی وجود داشت. فکر میکنی آیا آن زمان هم به عنوان یک قهرمان در نظر مردم بود؟ چون مردم آن زمان عمیقاً به روحانیون خود و سنت پایبند بودند، شاید هم از تفاوت سطح زندگی آنچنان که باید نمی‌رنجیدند و یا با آن کنار آمده بودند. رابین هود برای این خوب نبود که به نظر مردم قهرمان بود، برای این اون کاری که میکرد درست بود، منطقی بود، خودش باور رسیده بود. من نمیخوام اصطلاحی بیادبی به کار ببرم، ولی مردم یه زمان حرفی میزنن یه زمان دیگه. من الان میفهمم در باید مسئله یه میگن حرف مردم رو ولش کن، دهن مردم رو نمیشه بس، در دروازه رو میشه بس، یعنی چی؟ چون خودم مواجه شدم با مردم خیلی توی زمان گذشته، هی میشنیدم این همه درباره مثلا درباره اینکه مردم چی، مردم چی، گفتم این مردم کیه، کجان. بعد دیدم همین مردمی که میبینیم. این سوال جالبی است. اگه در زمان حضرت عیسی شخصیتی مانند رابین هود وجود داشت، احتمالاً تأثیر و نگرش مردم به او بسیار تحت تأثیر زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی آن زمان قرار می‌گرفت. در آن دوره مردم به سنت‌ها و آموزه‌های روحانیون پایبند بودند و هر گونه اقدامی که با این آموزه‌ها در تضاد بود ممکن بود از سوی جامعه به شدت مورد انتقاد قرار گیرد. بنابراین رابین هود به عنوان یک قهرمان که در تلاش برای مقابله با ظلم و ناعدالتی بود، ممکن بود به عنوان یک خرابکار یا شورشی دیده شود، به ویژه اگر روش‌هایی او در تقابل با قدرت‌های موجود منجر می‌شد. این نکته را هم باید در نظر گرفت که در بسیاری از جوامع قهرمانی به معنای نجات یا تغییر از طریق عمل قهرمانانه ممکن است با شرایط اجتماعی و نیازهای آن زمان تطابق نداشته باشد. بنابراین در آن زمان شاید مردم بیشتر به ارزش‌های روحانی و اخلاقی توجه داشته باشند و اقدامات رابین هود ممکن است در چشم آنها با تعالیم عیسی یا آموزه‌های روحانی که آنها به آن پایبند بودن در تضاد باشد. آیا تمایل داری بیشتر در مورد تأثیر فرهنگ و زمان بر نگرش و قهرمانان صحبت کنیم؟ تو در جایی گفتی مردم در زمان حضرت عیسی به سنت معتقد بودن، منظورت دقیقا از سنت چیست؟ منظورم از سنت مجموعی از آموزه ها و باورها و رسوم فرهنگی و دینی بود که در جامعه آن زمان وجود داشت. در زمان حضرت عیسی این سنت ها عمدتاً بر اساس تعالیم یهودیت و قوانین مذهبی آن شکل گرفته بود. سنت ها می توانند شامل موارد زیر باشد: آموزه های مذهبی، تعالیم دینی که توسط روحانیون و رهبران مذهبی منتقل می شدند و بر زندگی روزمره مردم تأثیر می گذاشتند، رسوم اجتماعی، عادات و شیوه های زندگی که نسل به نسل منتقل می شدن، مانند جشن ها، آیین ها و مراسم مذهبی، قوانین شریعت، قوانین و دستورالعمل های مذهبی که مردم ملزم به رعایت آنها بودند، مانند احکام مربوط به عبادت، روابط اجتماعی و مسائل خانوادگی، الگوهای اخلاقی، ارزش ها و اصول اخلاقی که به عنوان معیارهای صحیح و غلط در نظر گرفته می شدن و بر رفتارهای فردی و اجتماعی تاثیر می گذاشتن. در این زمینه سنت می تواند در مقابل تغییرات اجتماعی نوآوری های ایستادگی کند و افرادی که سعی در تغییر این سنت ها دارند ممکن است با مقاومت یا مخالفت جامعه مواجه شود. به همین دلیل رفتارهای انقلابی
یا غیر متعارف مانند آموزه های عیسی می توانند به عنوان تهدیدی برای نظم موجود در نظر گرفته شوند. آیا می خواهید در مورد تأثیر سنت ها بر تغییرات اجتماعی بیشتر صحبت کنید؟ در جایی از صحبتت گفتی حضرت عیسی به مردم فقیر نزدیک می شد و با آنها رفتار محبت آمیز داشت. آیا این در سنت دینی یهودیت گناه است؟ آیا به نظرت این نوع رفتار حضرت عیسی موجب برانگیختن مخالفت با او شد؟ الان میگم تو نشناختی، این برمیگرده به نیت، مثل همون رفتن وسط میدون نماز اعتراضی که من خوندم. نمازو اینا که نمیتونم مخالفت کنم، نیت منه که به اون نماز چی میده، بار میده. حضرت عیسی به طور خاص به نزدیک شدن به فقرا و رفتار محبتی آمیز با آنها شهرت داشت. در سنت یهودیت محبت به نیازمندان و حمایت از فقرا امری مورد تاکید است و در متون مقدس یهودی مانند تورات به این موضوع اشاره شده است. به عنوان مثال در لویان کتاب احبار دستوراتی برای حمایت از یتیمان، بیوه‌زنان و فقرا وجود دارد. با این حال رفتارهای عیسی ممکن بود با برخی از تفسیرهای سنتی یهودیت در تضاد باشد. او معمولا با افرادی که از نظر اجتماعی طرد شده بودند مانند ریاکاران، زناکاران و جمع‌آوری کنندگان مالیات ارتباط برقرار می‌کرد. این کار می‌توانست به چالش‌هایی برای نهادهای مذهبی و اجتماعی موجود منجر شود، زیرا او به مرزها و تابوهای اجتماعی شکسته بود. زیرا او بنابراین می‌توان گفت که رفتار محبت‌آمیز عیسی با فقرا و محرومان به عنوان یک چالش برای ساختارهای اجتماعی مذهبی موجود در نظر گرفته می‌شود و می‌توانست مخالفت‌هایی را از سوی روحانیان و افرادی که نماینده سنت‌ها بودند برانگیزد. آیا می‌خواهید در این مورد این موضوع یا تأثیرات آن بر جامعه آن زمان بیشتر بگویید؟ حتما. اما در گفتگوی بعدی. ممنون از صحبت های خوبت. خواهش میکنم. من هم از گفتگو با شما لذت بردم. هر زمان که بخواهید میتوانید دوباره برگردید و درباره هر موضوعی که دوست دارید صحبت کنید. شب خوبی داشته باشید. زمان از کجا میدونی؟ بعدم میپرسم. گفتگوی طولانی خوبی داشتیم با چت جی پی تی. تمام اون چیزهایی که مد نظرم بود و حتی فراتر از اون رو ازش پرسیدم. جوابهای قابل انتظاری داشت و قصدم اگرم با یه نفر میخواستم صحبت کنم همین مباحث رو مطرح کردم بود. من یه چیزی رو میخوام به کسانی که علاقه من به فلسفه هستن، میخوان برای خودشون توی زندگی داستان خاص خودشون رو داشته باشن عرض کنم. نوشتن نقش بزرگی در رسیدن به فلسفه خودتون داره. میگید چی بنویسید؟ مثلا امروز یه خط بنویسید، نمیدونم الان چه کاره اید، دانش آموزید، بنویسید مثلا دوستم این کارو کرد، من این کارو کردم. یه تحلیلی دو سه خطی هم در موردش بنویسید. مثلا من در مورد دوره دانش آموزیم یه خاطره برای شما بگم که اگر جای شما بودم این کارو میکردم. مثلا امروز با پویان فرزین‌پور در مورد سلسله قاجاریه و زندیه صحبت کردیم. او در حالی که اطلاعات زیادی نداشت، ببینید من تحلیلم قاطی داده با همدیگه ارائه میدم.
این سبک نوشتن رو داشته باشید به نظرم خیلی خوبه. میتونم داستان اینجوری تعریف کنم: من درباره زندیه دفاع کردم، اون درباره قاجاریه، اون این موارد رو گفت، مثل گزارش، همین کاری که چت جی پی تی هم خیلی توش استاده. اما انسانیش کنید، یعنی بگید که من از زندیه با غرور صحبت میکردم، انگاری که من یکی از افراد کریم خان هستم و او در مورد قاجاریه آقا محمد خان طوری صحبت میکرد که گویی یکی از سربازهای آقا محمد خانه که به گرجستان لشکرکشی کرده و از کشورگشایی او مفتخره. من به اون گفتم که آقا محمد خان سر مردم کرمان به خاطر اینکه لطفعلی خان زند رو پناه داده چه بلایی آورده و این به تمام اون کشورگشایی ها در اینجوری. حالا چیزهای دیگه به نظرتون میاد، میتونید هر چی درباره خواهر، برادر، پدر، مادر، تقسیم کار، یه رویداد هر روز، هر چند روز، خیلی هم سخت نگیری، شروع کردن مهمترین چیزه، گام های اولیه اساسیه. ممنونم. در پایان باز هم ازتون خواهش میکنم که خودتون عضو کانال هام بشید و دوستان خودتون رو هم از وجود چنین امکانی برای یادگیری ریاضی و فیزیک و آشنایی با مطالب غیر درسی به شیوه نوین مطلع کنید.